بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. واشنگتن سرما کولاک میکنه. این چی میگفتن؟ نن پیرزن، نن سرما، و البته آخرش هم میگفتن که زمستان میرود و روسیاهی میمونه به زغال. و این ماجرای کمپوزیسیون هم هست، دیدم که آقای روح الله زم با همون پررویی خاص آخوندها که انتظار میرفت، درست مثل نوریزاده بعد از اون ماجرای نوارش که بین برنامه لاس میزده با اون خانمه، آمد و گفت این نوار اصلا ساختگی بوده. و حقیقتش اگه نگاه کنید شما، اینا از روزگار درس میگیرن. ببینید مثلا ترامپ این همه کارهای بدی که کرده بود، چون وایساد با پررویی تو چشم مردم نگاه کرد و بازم دروغ گفت، موفق شد و هنوزم مونده. ولی اون بیچاره آقای آل فرانکلین بود که تا آمد خبرنگار گفت که این وقتی من خواب بودم مسخره کرده و اینها، خلاصه به اصطلاح دست و پاشو جمع کرد و استعفا داد و رفت. حالا شما هم در کار رادیو تلویزیون دیدید، یادم سالها پیش یه آقایی بود به نام آقای زهرایی، نه این آقای مجید زهرایی که میشناسیمش، یکی دیگه بود ولی اونم فامیلیش تصادفاً زهرایی بود، و آمده بود و برنامه های زندهی در تلویزیون رنگارنگ داشت. یک روز نتونسته بود تحمل کنه اون تلفنایی که میشد و اون پرخاش و اینها، و بلند شده بود جلوی دوربین به اصطلاح فوش داده بود به مردم، و یعنی آلتش رو حواله مردم کرده بود، نه اینکه حالا شلوارش رو در بیاره، همین از رو شلوار دیگه تو ایران هم رسم بود، دستشون رو حواله میدادن، آلتشون رو حواله میدادن. ببین خلاصه بعد این دیگه رفت، اصلا هیچ خبری هم من دیگه ازش نفهمیدم و هیچ جای دیگه هم پیداش نشد توی تلویزیونای دیگه. ولی این روح الله زم آمده با پررویی تمام میگه که آقا این که چیزی نیست، این مأمور اطلاعات و آخوندا میگن ما اینو به دام انداختیم، من اینا رو به دام انداخته بودم. و واقعا وقاحت، ببینید تا کجا. طرف بهش میگه خب اگر فهمیده بودی که اینا دارن کلکت میزنن چرا اینجوری رو دست خوردی؟ میگه برای که ما هم داشتیم از اونا فیلم میگرفتیم، من 300 ساعت فیلم دارم. میگه خب اگه فیلم داری چرا فیلم ها رو زودتر نشون ندادی؟ میگه ما میخواستیم اینا نشون بدن. بعدم اونا دوباره آمدن یک فیلمی گذاشتن که این احمق با پدرش که تماس گرفته بهش گفته که به زودی پیروز میشیم و ما میریم اون بالا بالاها. حالا پدرش مثل که یه کاری تو وزیر چیز فرهنگ و اینها بوده و میگه که نه، همین پایین ماینا بهتره، اون خیلی زبلتر از اینه، میفهمه اون پایین ماینا یواشکی میتونه دزدی کنه کسی نفهمه، ولی وقتی مشهور بشی همه زربینا و چراغا رو شماست. خلاصه بعد میگه که نه، من میام میخوام بشم رئیس رئیس صدا و سیما، شما هم یه کاره میشی. واقعا خجالت آور. یکی به این بگه آخه تو چه تجربه‌ای در کار رسانه، در کار مدیا، در کار ضبط، در کار پخش داری که حالا امیدت اینه هر کسی، اسرائیل، آمریکا، فرانسه، انگلیس، خارجی، عربستان، به شما اگه کمک کرد و موفق شدید شما برید بشید رئیس رادیو تلویزیون ایران. ای داد بیداد. و بدبختی و بیچارگی از این بیشتر که یه عده اینا رو باور میکنن. ولی خوشحالم که هستن افرادی. اجازه بدید ما این دوستان رو دعوت کنیم یا اینوایت کنیم، چون زود برنامه رو شروع کردیم و دلیلش هم اینه که همون جوری که من به شما گفتم، اگر کار دیگری داشتید که یک کم واجب تر بود، شما نمیمدید تلویزیون نگاه کنید، میرفتید اون کار رو انجام میدادید، ما هم از شما یاد گرفتیم. اگر یک کاری به اصطلاح شد و مجبور شدیم بریم، برنامه تلویزیون رو یک کمی
جابجا کنیم و حقیقتش اون تعهد سفت و سختی که به شما داشتیم و 20 سال هست انجام میدیم یکم تقلقش کنیم و میگن دیگه، میگن عشق و عاشقی خیابانی دو طرفه است. همونقدر که شما به ما کم محبت هستید، ما هم باید یواش یواش عادت کنیم به شما کم محبت بشیم. دوستان، 6 روز از ماه مارس میگذرد و تنها 2 نفر یا 3 نفر حمایت کردن. از هر 3 این دوستان ممنونم، متشکرم. و شما هم اگر تا امروز حمایت نکردید حتما حمایت کنید، مخصوصا اگر برنامه ها رو میبینید. امروز با یک دوست همشهری که هنرمند هست درباره یک هنرمند دیگه ای صحبت میکردیم که میگفت که این گفته که نمیدونم هر آرمی میخواد وسط پرچم باشه، ما چیکار داریم به این کارها و اینها. و ایشون یه جورایی فوشم میداد. گفتیم که خب شما به من بگو که این آقا یا این خانم حق داره طرفدار جمهوری اسلامی باشه یا نه. این سوال اول. حالا اگه گفتی حق نداره، ما باید با چوب و چماق هر کسی رو که مخالف نظر ما هست، همش هم توی برهه از زمانه، اگه قبل از انقلاب بود مخالفین شاه رو باید با چوب و چماق میزدیم، اگه بعد از انقلاب بود مخالفین آخوندها رو با چوب و چماق بزنیم، اگه بعدن آمد مخالفین خارجی ها و نمیدونم عمو ترامپ و اینا رو باید با چوب و چماق بزنیم. اگه شما بگی بله باید بزنیم، من دیگه با شما صحبتی ندارم. ولی اگه بگی نه، هر کسی حق داره، حتی طرفدارای این آخوندها، تا موقعی که آخوند میتونه این قدرت رو داره که روی اینها نفوذ داشته باشه، صحبت که میکنه به اصطلاح اونا قبول کنن و اینها، اونا هم حق دارن طرفدار باشن. و تنها اشکال ما اینه که به اونا میگیم به ما زور نگیم، ولی یادتون باشه خود ما بعض وقتا زور میگیم. و این دوستمون بالاخره جواب نداد. گفتم اگر شما میگفتی بله حق داری، بعد سوال دوم این بود که برای شما فرقی داره که واقعا شیر و شمشیر روی پرچم باشه یا یک گربه با یک عکس گل باشه. اگر یک کشور آزادی باشه، حق رأی شما به اصطلاح برجا باشه و انتخابات درست باشه، حقوق و هر چیزی، حقوق و نمیدونم دیگه چیزایی که هر شهروند کشورهای آزاد دارن به شما بدن، شما میگی نه من این حقوق و اینا رو نمیخوام، میخوام این عکس حتما شمشیر اسلام روش باشه، پس نمیگید. بعد ایشون میگه که نه شما برو بخون ببین مردم چی نوشتن. میگم دوست عزیز، شما چه کار مردم داری؟ من نظر شما رو میپرسم. این مردم همون مردمی هن که خود شما طرفداران پادشاهی میگید اینها احمق بودن، اینها نادان بودن، اینها شکمشون سیر بود، اینها نمک خورده بودن و نمکدون رو شکستن. حالا چجوری یه روز میشین طرفدار این مردم؟ اگه اونا از کوه هم انداختن خودشون رو پایین، شما میخوای بندازی، یه روزم یاقی میشید و آزاد میشید. در صورت منتظر جواب ایشون هستیم. ولی داشتم اینو میگفتم، این ماجرای کمپوزیسیون و این ماجرای این که تازگی آقا رضا یه مقداری فعال شده و این بیچاره فعال نمیشه، میدونید این هیچ وقت هیچ حرکتی رو خودش شروع نکرده، آغاز نکرده، چیزی بلد نیست، چیزی در چنتن نداره، وای میسه. منو یاد اینایی میندازه که شما وقتی دریا میری یه چیزی هست بهش میگن سرفینگ، یه چوب بلندی رو میگیرن دستشون وای میسن منتظر موج، این موج که میاد میندازن خودشون رو روی موج، یکی دو تا دست و پا هم میزنن، همچین که دیگه موج اینو سوار کرد بلند میشه وای میسه و رو موج بازی میکنه تا برسه به ساحل. این رضا پهلوی من رو دقیقاً یاد اینایی میندازه که سرف بازی میکنن یا میرن کنار دریا منتظر موج. یه روز موج حسین خمینی میاد از ایران، یه روز موج خاتمی میاد از ایران، یه روز موج نمیدونم، بگید دیگه تا حالا چند بار این آقا افتاده روی این موج ها.
و این نمیدونه بیچاره تو سوار این موج که میشی آخرش میارتت به ساحل. اگه خیلی ماهر باشی با سر و بدن و کله نمیافتی رو زمین و شن و صورتت زخمی بشه. وای میسی دوباره باید این چوب بلند رو بگیری دستتو بری و هر بار که سوار این موج میشی این وقتی میاد اونجا این چوبی رو که شما دستته که الان پشم شیشه است از فایبر گلاسه این با شن ساییده میشه. رضا پهلوی شده یک موج سواری که اون تخته و چوبش هم سابیده شده از بین رفته و اهل پول خرج کردن هم نیست که بره 600 دلار 700 دلار یه سرف خوب بخره و دوباره سوار موجای جدید بشه. حالا شما ناراحت نباش، این فرشگرد و ققنوس و مقنوس و اقیانوس هم به قول معروف این نیز بگذره. ولی خیلی خوشحالم که افرادی هستن این وسط مثل آقای امیر حسین لادن که توی اون شلوغی ها و اینها ایشون هیجان زده نمیشه، صبر میکنه، با دقت تحقیق میکنه، بعد بر اساس مدارک و شواهد و اینها میاد با شما صحبت میکنه، اونم بنابر دلایلی که خودشون داره. و دیروز من یک مقاله از ایشون در روزنامه یا در نشریه، روزنامه نیست، نشریه الکترونیکی گویا دیدم که امروز براتون میخونم. اجازه بدید ما این رو بذاریم. بله، جنبش سبز، خیلی ممنون. دکتر جیلانی میگه بله سوار موج، یعنی ایشون میگه جنبش سبز هم یه با کاکو سرویس. سلام، کلیپ جدید از زم اومده، بفرستم؟ بفرست. اگه اونه که اینم حرف میزنه میگه که مام داشتیم و اینا، نه اونو خوندم، ولی اگه کلیپی هست که چیزه بفرست و من ممنونم هم از آقای زمانیان هم از آقای رجبی، تشکر میکنم. و بذارید این برنامه رو ما با دوستانی که روی تلویزیون مردم ما رو میبینن شیر کنیم. و ای کاش خود فیسبوک این آپشن یا این گزینه رو میذاشت که وقتی یه برنامه رو شروع میکردیم یه بار بهش میگفتیم ما اینو که شروع میکنیم اینجا و اینجا و اینجا و اینجا شما بزن و بکوب و خوش باش و این کار رو انجام بده. خب آقای آرمان نیک، دل عزیز، شما که دل نیکی داری، نظرت راجع به این پررویی روح الله زم، پررویی دکتر نوریزاده، پررویی ترامپ که به هم بیشباهت هم نیستن چیه؟ و اینا اگر ببخشید اینو میگم، اون وقتا میگفتن آقا این بچه فلان دیگه شما چه انتظاری ازش داری، این به خودش رحم نمیکنه، میاد به مردم رحم کنه. برای معتادام همینو میگن، میگن کسی که معتاده به خودش به خانواده خودش رحم نداره، شما انتظار دارید به مردم و غریبه ها رحم کنه. من فکر میکنم چون اینها بچه آخوند هستن، اون حالت طلبگی و تنها بودن و مرد با مرد بودن و اینها همون تبدیلشون کرده به بچه فلان که بتونن همون مثل آقای نوریزاده، این نوریزاده هم یه جورای ملاست دیگه، بشینه تو دوربین نگاه کنه و دروغ بگه. خیلی کار مشکلیه. من بارها گفتم این دوربین درسته که شما نیستید اینجا، ولی حضورتون حس میشه، یعنی حالا یا یه بار سنگینی هست یا میدونی یه نفر داره نگاه میکنه، یه نفر داره به حرفات گوش میده، همینجوری باد هوا نمیشه بری، در ماشینت باز نیست، شب تو بیابون داشته باشی آواز بخونی برای که خوابت نبره. ولی اینا میان با این وقاحت دروغ میگن. حالا ببینیم این چیز زم چی میگه. ما پخش نشده است. این چیه؟ یک لحظه اجازه بده بیاریم اینو. چی میگن؟ تطهیرش کنیم. آب چی میگفتن؟ آب چی بریزه؟ آب توبه بریزیم رو سر این بچه آخوند و ببینیم اینها قابل تطهیر شدن یا. بله، میگه یکی از شیوه های کثیف رایج در سازمان عنکبوتی ضد انقلاب باجگیری برای گرفتن سهم بیشتر است. هر عنصر ضد انقلاب قبل از ضد ایرانی بودن
باید یک باجگیر خوب باشد. ببینید با چه مهارتی این جمله رو احتمالا این وزارت اطلاعات اینو ساخته نوشته. اول شما رو میبره ضد انقلاب، بعد میگه ضد ایرانی، یعنی انقلاب و ایرانی رو گفتم اینا هنوز تا هنوز توی اون امپراتوری دروغ مینسه تلویزیون ضد انقلاب مردم. حالا اینجا نگاه کنید نوشته که هر عنصر ضد انقلاب قبل از ضد ایرانی بودن باید یک باجگیر خوب باشد. به این فیلم دقت کنید، بریم به این فیلم که آرمان عزیز فرستاده دقت کنیم و ببینیم امروز ما چی یاد میگیریم تو این دنیایی که واقعا دیگه از کثافت نمیدونم به کجا میخواد برسه و چی بشه. بذارید من این صفحه این کامپیوتر رو بهتون نشون بدم با کمرای دو. بله این همون نوشته ای هست که این فیلم باهاش شروع میشه. صداش رو هم بله اینجا باز کنیم ببینیم چی میشه. با فخی چی؟ فخبابت داره پاره میشه. اونم خوش بشو گفت من میخوام بیام تو تلویزیون شریک شم، من سهام میخرم 30% مال من، پول میارم. گفتم من پول نمیخوام، 30% مال من دیگه. من دارم گفتم واسه چی من باید هر وقت پول لازم داشتم شرکت رو میبرم میکنم سهامی ها میفروشم تو بیا 30% سهام بخرم، من الان پول نمیخوام. گفت چجوری داری دارم میگی؟ گفتم به تو چه چجوری دارم با میگذارم. بله حالا اینجا نوشته البته ما میدونیم تلویزیون نیمازن چگونه راه اندازی خواهد شد و آن را به زودی افشا خواهیم کرد. حالا داشته باشید دوستان، ببینید باز این وزارت اطلاعات و اینها اونا دیگه چه حرومزادهی هستن. چرا به این نمیگن روح الله زن؟ میگه ما نمیخوایم حتی اسم روح الله خراب بشه و این چون دوستاش بهش میگن نیما یا احتمالاً پاش گرسیده به خارج اسمش شده نیما، اینا به اسم نیما زم صداش میکنن. بله میگه ما میدونیم پول از کجا میاد، تلویزیون از کجا میاد. و ببینید یه نواری هست فخرآور با آقای میبودی، خبر ندارن که برنامه رفته روی ایر و فخرآور داره به میبودی وعده و وعید میده که به زودی ما پولدار میشیم، پولدار میشیم، شما هم پولدار میشی. میبودی هم میگه هیچی نگو، هیچی نگو. بعد میگه الان داریم میریم رو ایر، اونم اگر دوستان بفرستن نشون میدیم. و اینایی که نشستن که تلویزیونا براشون انقلاب کنن یا به ما میگن آقا شما چرا فوش نمیدی، چرا جنبش راه نمیندازی، میگم آقا پوفیوز احمد 40 سال اینا فوش دادن، 40 سال جنبش راه انداختن، کجاشون جنبی؟ کی جنبی؟ کدومشون بلند شد مثل این جوون 30 چند ساله توی ونزوئلا که خودش اعلام کرد من رئیس جمهورم، بعدم تو اون شرایط وحشتناک از ونزوئلا اومد بیرون که همه گفتن این رو سربریس میکنن، ولی برگشت پریروز برگشت اونجا مردم رو استقبال کردن. و بماند ببینیم که حالا این میگه ما میدونیم تلویزیون نیمازم چگونه راه اندازی خواهد شد. لابد یه جای دیگه که با یکی دیگه داشته صحبت میکرده همین وزارت اطلاعات اونا رو ضبط کرده. بشنوید. بعد گذرش که خب خواهرم میگن ستاره، خواهرم تو جمعه و اون بیاد و بلد و فلا. گفتم من اصلا خواهرتم دوست دارم. گفت چرا؟ گفتم تو آدم بی‌حیایی هستی، پرچه دهنت در میاد میگی، آدم بی اخلاقی هستی، بی پرستی. گفت پس من نیستم بی تلویزیون. گفتم نه. ببینید چه کسانی صحبت از حیا، صحبت از اخلاق میکنن. روح الله زم بچه آخوندی که با پول خمس و زکات مردم بزرگ شده و امروز یه دستش شرابه، یه دستش نمیدونم خوراک خوکه، یه دستش سگه، این صحبت از حیا میکنه. البته در بی حیا بودن فخرآور، در بی حیا بودن خانواده فخرآور، حتی همون خواهرش هیچ شکی نیست. ولی اینا رو ببینید چجوری حالا با آب و تاب داره برای اون آقا توضیح میده و اون آقا هم نشسته سیگار میکشه و
چه حالی هم میکنن به هم، خیلی قیافه هاشون خوبه که هم هم تصویر ویدیویی برای هم میفرستن. این مردک من فکر نمیکنم هفته تا هفته حمام بره. این زن وقتی میاد موهاشو نگاه کنی، والا به خدایی که شما میشناسی و من باور ندارم، بنده هنوز یک ساعت نیست که از حموم اومدم بیرون. اصلا اگه دوش نگیرم فکر میکنم وقتی بیام جلو شما یک کار خلاف اخلاق انجام دادم. بشنوید. شاید به عنوان کارشناس ازت دعوت کنن بچه ها بیایی تو یه برنامه این چیزی صحبت بکنی، ولی نه دلیل نداره تو تلویزیون باشی. بله، میگه تلویزیون ضد انقلاب از مدتی پیش به خاطر روحیه سهم‌خواهی به جان هم افتادن و در این بین به اعتراف خود صدها ساعت از هم فیلم دارم. در مکالمات فخرآور و نیما، مهره کاخ سفید در عین ارادت به خاندان پهلوی به همسر شاه مخلوع ایران لقب فاحشه میدهد. اینم از ماجرای فخرآور. من دهنه گفتم بود رفته میشه صدر فاش میده. من فایل هم مصاحبه داریم با هم دیگه داریم حرف میزنیم برای شورای انقلاب، اونو منتشر میکنم. دوستان اونو منتشر کنم، من 150 ساعت از دیلی منتشر میکنم. جایی که داریم به شهبانو میگی برده، جایی که 100 بار بهش گفت که فاحشه، هم اونو منتشر پشماشته گفای فایل 150 ساعت. گفتم 150 ساعت تصویری ازت دارم، فقط حالا صوتیات بمانه. خلاف کردی. گفتم برو به پر و پا من نمیچ بس دیگه. واقعا آدم حالت تهوع بهش دست میده. یعنی این مثلا از این که 150 ساعت از یک آدم شالاتان و بازنده دیگه فیلم داره افتخار میکنه. یعنی قدم های انقلابی اینها این هاست. اون وقت اون دوست ما در سوئد میگه چرا فلان خواننده گفته که من طرفدار اصلاحات هستم و برای من مهم نیست که این وسط. بعد میگه نه شما به دستاش نگاه کن، آرم جمهوری اسلامیه. میگم دوست عزیز، خانم، آقا، هر کسی اینجوری کنه دستش، حالا شما میتونی بگی این خرچنگه، دستش میتونی بگی علامت الله، دستش میتونی بگی علامت خورشیده. اشاره میکنه میگه اون وسط پرچم برای من مهم نیست چی باشه. و یکی از دوستانی که یک کار قشنگی انجام داده بود و یه پرچمی درست کرده بود که مورد قبول همه باشه، حقیقتا اون پرچمی که عکس یه چلو کباب کوبیده رو گذاشته اونجا. اگه کسی داره بفرست تو من اینجا نشون بده. و نوشته بود ما سر یک موضوع میتونیم توافق کنیم، اینم چلو کباب. و الا این یکی میگه شیر باشه، اون یکی میگه آفتاب باشه، خورشید باشه، این میگه کتاب باشه، اون میگه شاخه های گندم باشه، این میگه داست باشه، اون میگه چکش باشه، اون میگه شیره نمیدونم شمشیرش کجه، اون یکی میگه باید صاف باشه. خودمونو مسخره کردیم. حقیقتا اینا خودشونو مسخره نکردن، چون از این راه دارن زندگی میکنن. من و شما رو مسخره کردیم. من که به اینا توجه نمیکنم. البته میکنیم، اگه نمیکردیم الان راجبش صحبت نمیکردیم. ولی چه باید کرد؟ برگردیم باز خدمت آقای امیر حسین لادن. جمعه سعی میکنم که از ایشون درباره این مقاله‌ای که نوشتن بپرسیم و نظر شما دوستان رو هم در برنامه به اصطلاح داشته باشید. و اما دوشنبه 11 با همشهری عزیز آقای فرزاد نیساری سعی میکنیم یه برنامه داشته باشیم. دلیلش اینه که وقتی که دوشنبه دو روز پیش با آقای مینوی برنامه داشتیم، آقای مینویی گفت که اگه رضا پهلوی اگه قرار بشه ایران حکومت پادشاهی باشه، پادشاه انتخابی، وقتی که من نمیدونم کشوری هست که پادشاه رو انتخاب کنن مثل کجا، به من بگید.
گفت که اگر رضا پهلوی بیاد اسم بنویسه به عنوان نامزد، خب مسلما اون انتخاب میشه. منم قبول دارم، فکر کنم اون انتخاب میشه. و آقای فرزاد نیساری نوشت که من میخوام در اون حکومتی که شما میگی و مردم ایران انتخاب میکنن، حکومت پادشاهی انتخابی، من نامزد بشم. شما چرا میگی رضا پهلوی برنده میشه، چرا نمیذاری مردم رأی بدن؟ گفتم که من فکر نمیکنم آقای مینویی میگه که من رأی مردم رو میدونم، میگه من فکر میکنم و باور دارم که مردم به رضا پهلوی رأی میدن، به خاطر اینکه به اصطلاح بچه شاه است. حالا چه کار کرده، چه شق القمری انجام داده، من نمیدونم، ولی بذارید براتون این نوشته رو بیارم و بخونیم و روی فیسبوکم برای دوستان بذاریم. اجازه بدید من اینجا، بله بله، میگه آقای سوربی امروز انتظار دارید فیسبوک همه برنامه ها رو خودش انجام بدهد، فردا نگویی ای کاش فیسبوک قرمه سبزی یا فالوده شیرازی هم درست کنه. خب چرا نه. آقای اکبری میگه امروز زود شروع کردید. بله امروز اتفاقا توضیح دادم آقای اکبری، گفتم همون جوری که اگه شما یه کاری داشته باشید، اگه یه مهمونی براتون بیاد یا یه مهمونی بخواید برین، میگین حالا سوربی رو بعد نگاه میکنین، منم چون نوم قرار امروز بیاد اینجا و وقتی هم میاد میدوه میاد این در رو باز میکنه و اینها، گفتم برنامه رو زودتر شروع کنم، زودتر تموم کنم که وقتی این میاد و ما هم دیگه به اصطلاح برنامه اون تموم شده باشه. در صورت حسن برنامه ها اینه که این روزا شما از هر زمانی که نگاه کنی بعدش میتونی باقیشو نگاه کنی و دیگه مثل قدیم نیست که بشینیم یک شنبه تا یک شنبه یک ساعت فلانی بیاد برنامه بذاره، یا بشینیم تو شیراز اینجوری بود آقای اکبری، ساعت 6 است تازه برنامه تلویزیون شروع میشد، 12 هم اون سرود شاهنشاهی. دوستان ما هیچ وقت سرود ملی نداشتیم، دو تا سرود هست، یکی سرود ای ایرانه، یکی دیگه یه سرود ملیه که زمان قاجار و اینها بوده، فکر کنم اونی که میگه وطنم اونه، اون سرود ملی بوده. ما سرود شاهنشاهی داشتیم و اگر شاه اینقدر دانش داشت یه سرود ملی میهنی وطن پرستی درست میکرد، بعد اون وقت این آخوندان نمیتونستن عوضش کنن، ولی اون سرود شاهنشاهی گذاشت، این الجقه الجقه نمیدونم فلان گذاشت، حالا که فعلا تو هوا موندیم و یه عده به اشتباه سرود ای ایران رو میگن سرود ملی. سرود ای ایران اشکال داره، سرود ای ایران در یک زمانی سروده شده و گفته شده و نوشته شده که ایران به اصطلاح توی جنگ بوده و از سربازای انگلیسی اونجا بودن و اینها، تحت اون شرایط گفته شده. وقتی تحت اون شرایط گفته شده الان کارساز نیست. شما الان تو قرن 21 نمیتونی بگی ای خاکت مرز پرگوهر، طرف میگی یعنی چی؟ خاک شما از خاک آفریقا الماس بیشتر داره، از خاک فلانجا مس بیشتر داره، منظور چیه؟ اون یک کمی باید کوتاه بیاد وا بدین. بله میگه یه آقا مدیر تلویزیونی که با ثروتش واسه لاز زدن با دخترها جلوی دوربین میشینه. آقای سرویس را بی انصافی میکنی، اینها تخت خواب هر شب به لرزه در میآورند، فکر میکنن جنبش را انداختن. والا اون قسمتش هم من شک دارم، دلیلش هم به شما میگم. شما یکی یکی نگاه کنید، اینا به غیر از این که خانواده درست حسابی ندارن، اولا میدونید که چندین بار تا حالا ثابت شده افرادی که زن دارن به اصطلاح تعداد سکس که دارن بیشتر از افرادیه که فکر میکنن آقا زن میخوام چیکار، من از بازار آزاد استفاده میکنم. میگه این هر روز باید به خودش برسه و بره بیرون، شاید یک کسی بیفته تو دامش، شاید هم این بیفته تو دام یک کسی، ولی اونی که زن داره، اونی که شوهر داره، اونی که همسر داره، خیالش راحته، دروغ مجبور نیست بگه، مجبور نیست هر روز خرج خودش بکنه. بالاخره اینا تو اون قسمت هم.
شما نگاه کن هیچ کدومشون زن و بچه ندارن، بعد همش ادعا میکنن خیلی دارن خوش میگذرونن، ولی اگه نگاه کنی خودش میگه 150 ساعت برنامه از او دارم، 300 ساعت. یعنی چی؟ همش توی اتاقی نشستن در بسته، بزرگترین تفریحشون اینه که قلیون میکشن، بزرگترین شادیشون اینه که پیک شرابم مینوشن. اینا آدم های بدبختی هستن، اینا آدم های عقده‌ای هستن، عقده‌شون رو سر شما خالی میکنن. میان من فلان جنبش رو انداختم، 4 نفرم آفرین. من این آقای زمانیان یکی دو بار دیدم که لطف میکنه، ما را از اون چیزی که هستیم از دوست عزیز بالاتر میبره. ازش خواهش میکنم آقا به این و اون نگید سرور، به این و اون نگید استاد. من استاد چیم؟ من سرور چه کسی هستم؟ نکنیم این کارا رو. دوست عزیز من، شما هم دوست هستی هم برای من عزیزی. در صورت ممنون و متشکرم. پادشاه و وابستگانش خرج زیادی روی دست مردم میذارن. خانم این حرفا چیه؟ انگلستان چند مدت پیش گفتن مامورین آتش نشانی بین 30,000 تا 45,000 واحدش بود، چون چیه؟ پوند میگیرن در سال. ولی خرج خانواده سلطنتی 60 میلیون دلار در ساله. شما نگاه کن، اونی که جونش رو میذاره کف دستش، میره اونجا میشینه که اگه شما خونت آتیش گرفت اون بیاد تو آتیش شما رو نجات بده، بهش میدن 30,000 پوند در یک سال. حالا بگو 48,000 تا میشه ماهی 4,000 پوند. اونی که نشسته اونجا هر روز خوش میگذرونه، هر روز یک افتضاحی به بار میاره، سالی 60 میلیون دلار این خرجش برای مردم انگلستان. حالا میدونید جواب چی دادن؟ گفتم خب چتونه داد بیداد میکنی؟ هر انگلیسی نفر 1 پوند در سال میده بابت پادشاهی. ببینید چقدر اینا بلدن. و من و شما بیچاره نشستیم تازه میگیم ما میخوام حکومتمون مثل اونا بشه. البته اینم اینجام همچین تعریفی نداره، اینجام انتخابات آزادش که معلوم شد همچینم آزاد نیست. نمیدونم افرادی که میان معلوم شد که اونم مثل مجلس خبرگان و فلان باید از یه فیلترهای رد بشن، و این فیلترها کورپوریشن ها، شرکت های سهامی بزرگ هستن که اینا رو فیلتر میکنن. یعنی من مثلا باید ابله میبودم و بودم که فکر میکردم که اوباما با شایستگی خودش شد نماینده مجلس سنا، بعدم هنوز نمایندگیش تموم نشده بود شد رئیس جمهور. اینو شرکت های بیمه و اینها برید ببینید چقدر پول دادن، اینها رو ساختن آوردن بالا. یعنی مثل آدم برفی هست که یه نفر باید این برفا رو بیاره اینو شکل بده و شما نگاش کنی اینجوری. خب بس ببینیم که بله میگه روح الله زم و چالنگی با خاک یکسان شدن. نمیشن آقا، نمیشن. آقای چالنگی یه پیرمرد لوره صاف و صادقی، بنده خدا، یه مدت تو تلویزیون وایس آف امریکا بوده، وقتی قراردادش تموم شد به جایی که مثل دیگران بیاد بیرون بگه آمریکاست، قرارداد داشتم تموم شده دیگه نخواستم من استخدام کنم، وایساد بدگویی کرد از وایس آف امریکا، به هیچ جایی هم نرسید. یه مدت رفت تلویزیون شهرام و همایون اینها، الان هم چسبیده دم کونه نوریزاده چون اون بهش پول میده. آقا اینا نوکر پولن، بعد با چه خاکی یکسان شدن؟ با چه خاکی یکسان شدن؟ اینا برنامه‌هاشون رو می‌ذارن، تازه حالا که پررتر شدن و معروف‌تر شدن و افرادی که میخوان پول بدن میفهمن چه کسایی رو میتونن بخرن، میرن سراغ اون. و اما پسر کو ندارد نشان از پدر، این تیتر مقاله است، نوشته حذف مخالفان در پیش دستور برنامه رضا پهلوی، نویسنده امیر حسین لادن. حالا من براتون این رو میارم اینجوری بالاتر کمی. بله آقای لادن رو که شما دیدید و میشناسید در تلویزیون مردم، خیلی خوشحالم این روزا میبینم جاهای بیشتری برنامه دارن و
از این بابت خوشحالم. ما درست برعکس تلویزیونای دیگه که میگن اگه آمدی اینجا حق نداری جای دیگه بری، به دوستان میگیم که حالا شما بیا اینجا، دوستان دیگه هم شما رو میبینن و میشناسن و به اصطلاح میان دنبالت. آقای علیپور سلام میکنم به شما. آقای عیسی علیپور یکی از مردان نیک روزگار، نه سروره نه استاده، یکی از انسانهای شریف که به دیگران کمک میکنه و خود من شاهد بودم به چندین نفر در سوئد که گرفتار بودن کارشون گیر کرده بوده کمک کرده. دیگه الان نمیخوام بگم اونها هم یکی یکی بهش ضربه زدن، بذاریم اقلا ناگفته بماند که ایشون باز به دیگران هم کمک کنه. خیلی ممنون که اینجا هستید، خوشحالم که با ما هستید. و اما پسر کو ندارد نشان از پدر، میگه که آقای لادن نوشته این روزها تلاش‌های گسترده‌ای برای مطرح کردن رضا پهلوی و زنده نگه داشتن سلطنت صورت می‌گیرد که تازه ترین ترفندشان پروژه ققنوس است. ققنوس پرنده‌ای افسانه‌ای است که قرن‌ها زندگی می‌کند، سپس دست به خودسوزی می‌زند و از میان خاکستر دوباره سر در می‌آورد. انتخاب نام ققنوس جالب است زیرا بیشباهت به سلطنت‌های دیکتاتوری خودکامه و فردی در میهن ما نیست. حکومت‌هایی که مانند ققنوس قرن‌ها همه چیز را در اختیار داشتند تا در پایان خودکامگی و مطلق گراییشان نابودیشان را رقم زد. تنها از مغانشان تنها از ببخشید تنها ارمغانشان، این توی چیز که می‌نویسن بعضی وقتا فاصله ایجاد میشه، من فکر کردم ازه، تنها ارمغانشان برای ایران و ایرانی نیز همان خاکستری است که از ققنوس به جا میماند، یعنی کشوری عقب مانده، ملتی درمانده و فرهنگی مریض. پروژه ققنوس با یک تضاد و دوگانگی شدید روبروست. جلسه رسمی و معرفی سازمان از طرف رضا پهلوی انجام گرفت، سپس رئیس پروژه ضمن صحبت‌هایش گفت ما یک سازمان علمی مستقل هستیم، ولی در پاسخ به این پرسش که رابطه شما با رضا پهلوی چیست، گفت رضا پهلوی میگوید که شاهزاده رضا پهلوی مبتکر ققنوسند، سرچشمه این برنامه هستند و سالهای سال به این فکر بودند. در ادامه میگوید ما همیشه از رهنمودهایشان بهره‌مند خواهیم بود. رضا پهلوی چه تخصصی دارد که دانشمندان و متخصصین ایرانی باید همیشه از رهنمودهای ایشان بهره‌مند شوند؟ خب بذارید من اینو بیارم براتون بالاتر. این گویا هم توی نوشته‌هاش هی تبلیغ میده به خورد آدم. و اینجا بله کامرای دو میگه این درسته، این درست همان روشی است که محمد رضا شاه را به جنون خود بزرگ بینی و خودشیفتگی دوچار کرد و به جایی کشاند یا کشانید که چنانچه یک وزیر و یک نماینده مجلس یا یک امیر ارتش دستش را نمی بوسید از کار برکنار می شد. همان غروری که باعث شده بود که در جلسه هیئت وزرا بگوید من سرچشمه قدرت در کشور هستم، تمام مدیران کل و معاونان وزرا و امرا باید مستقیما به خود من گزارش بدهم. تنها تخصص رضا پهلوی این است که او یدک‌کش نام پهلوی است و وارث صدها میلیون دلار ثروتی است که پدر و مادرش و خانواده‌اش از ایران بیرون آوردن. اجازه بدید رضا پهلوی. بله رضا پهلوی با وعده و وعید و حرف میخواهد سر از خاکستر سلطنت پدرش بیرون آورد، پدری که جنون خودشیفتگی و خودبزرگبینی و حکومت خودکامه و مطلق گرایش همه چیز را به نابودی داد.
در پایان کار نیز به جای حفظ ساخته‌های کشور و پشتیبانی از قانون اساسی، یارانش را رها کرد، با چند هواپیما مملو از دارایی‌های شخصی و غیر شخصی، خانواده و حتی سگ‌های سلطنتی به مردم و ارتش پشت کرد و دوباره فرار کرد. ایشون آقای لادن یک کمی اعتبار داده به شاه، یارانش را رها نکرد، یارانش را آقای لادن داد تحویل آخوندا، نصیری را از پاکستان فرا خواند، هویدا را داد زندان دست اینها، بعد فرار کرد. در هر صورت بله، حتی سگهای سلطنتی رو به مردم پشت پا و دوباره فرار کرد. رضا پهلوی در این توهم است که با ترفند پروژه ققنوس میتواند مشروعیت و مقبولیتی کسب نماید و در سایه دانشمندان فریب خورده بتواند رژیم پدر بزرگ و پدرش را زنده کند، ولی این بار تصورش مشکل است. این امکان وجود دارد که برخی از هممیهنان کمدان باشند و یا در مقایسه با حکومت جبار و فاسد و چپاولگر اسلامی رژیم سابق را ترجیح بدهند، ولی تا آن درجه ساده لو نیستند که دوباره گول سخنان زیبا و حرف را بخورند و توی چنین دامی بیفتند. به ویژه که امروز مردمان با رژیم فقاهتی، توی پرانتز وارث حکومت شاه، که با دروغ‌های خمینی در پاریس و حرف‌های مردم پسند سوار کار شد، آشنایی کامل دارد. تصور نمی‌کنم حاضر باشند افسار زندگیشان را به شیاد دیگری بسپارند، به ویژه حکومت‌های موروثی و خداسالار و مذهبی و وارثان ها. یک زبان زد یا همون ضرب المثل خارجی میگوید یک بار من را گول زدی، شرم و خجالت بر تو، ولی دو بار اگر گول بزنی، شرم از نادانی من است. رضا پهلوی با زیرکی و زرنگی عوام فریبانه دو دوز بازی می کند. هرگاه پرسش مشخصی از او بشود، به جای پاسخ دادن ویراج می دهد و به صحرای کربلا می زند. دوستان، همینجا که من دیشب خوندم این مقاله رو، نوشتم برای آقای لادن. آقای لادن، شما می دونید که من سه بار این رضا پهلوی رو در همین منطقه ویرجینیا و واشنگتن به چالش کشیدم و ازش یک حقیقتی رو سوال کردم و این سه بار دروغ گفت. بعدم طرفداران نادانش به من حمله و فوش و ناسزا. یک بار سال 1987 که اون موقع هیچ کس ویدیویی نداشت و اینها، در پارک گریت فالز، اون موقع 13 بدر میرفتیم اونجا، بهش گفتم آقا شما قسم خوردی و این افرادی که دور برات هستن داری به اینا حقوق میدی، خب 4 تا ایرانی رو استخدام کن. دومشو گذاشت رو کولش رفت. یک بار دیگه در سال 2006 در نشنال پرس کلاب، بنویسید یه نفر توی گوگل تایپ کنه سوربی یکم فاصله رضا پهلوی و ببینه، اونجا من در بین خبرنگاران، در بین هزار نوبت گرفته بودم از قبل از نشنال پرس کلاب، پرسیدم که آقا شما 20 سال، من 20 سال پیشم همین سوال از شما کردم، جواب ندادی، شما شاه هستی یا نیستی؟ و ببینید اون ویدیو رو که چجوری همون موقع قبل از اینکه حرف بزنه دهنش خشک میشه، آب میخوره و بعدم میگه اگر شما میپرسید میگم آقا این مزخرفات چیه، من یه سوال ساده کردم، تو این نادان آمدی قسم خوردی که شاه هستی، حالا میپرسم شاه هستی یا نیستی، یا بگو هستم یا بگو غلط کردم نیستم. خلاصه اون موقع هم یه پیرمردی آمد و به ما حمله کرد که بهش گفتم مردک خجالت بکش، من اگر یه توگوشی به تو بزنم از این پله ها میفتی پایین، واسنت میشکنه، بعدن لگنت میشکنه، باید این خانمت تو رو ببره توالت، که خانمش نستش کشید گفت بیا بریم. در هر صورت اشتباه تایپیست. چی اشتباه تایپیست خانم جیلانی؟ بله سلام، از ما خسته باشیم سر بگم، همیشه شما من لطف داشتیم. نوشته بود چالنگی، ولی منظورش بیژن فرهودی بود. آها نه آقا، بیژن فرهودی، ببین عزیز من، بازنشست وایس آف امریکا،
یه حقوقی میگیره. بیژن فرهودی هم نمیدونم، من هیچ وقت ندیدم اینجا با زن و فامیل کسی باشه. هر وقت میدیدمش با یکی دو تا از این بچه های جوون وایس آف امریکا بود و بعدم بلند شد رفت انگلستان، اونم برای نمیدونم چند حاضر خودشو بفروشه. بهتون گفتم با من تماس گرفت که آقا اگه شما میتونی به من حقوق بدی من برای شما کار کنم. گفتم آقا ما اینجا نه حقوق از کسی میگیریم نه به کسی حقوق میدیم، ولی you are more than welcome، شما میتونی بیای استفاده کنی، اگه چیزی گیرد اومد به تلویزیون مردم هم بده. که رفت با کیهان لندن و اینها کار کرد، اونا هم لابد یه جای درآمد دارن. بعدم که دیگه حالا با روح الله زم و شده نوکر اون. و فرقی هم نمیکنه چالنگی، فرهودی، اینا همهشون یه قماشه. خود فرهودی میگه من شانس آوردم، تو آمریکا دنبال کار میگشتم، وایس آف آمریکا دنبال یکی میگشت استخدام کنه ایرانی باشه، من رفتم و قبولم کردم. ولی هیچ تجربه هم در کار ژورنالیستی و اینها نداره. مصاحبهشو نگاه کن. در اصل ممنونم از شما دوستانی که توضیح دادی، هم آقای اکبری هم خانم جیلانی. بله. و این بار تصورش مشتر خارجی رو اینها بزازه بدیم بیرم. بله، رضا پهلوی با زیرکی و زرنگی امام فریبانه دو دوز بازی میکنن، هرگاه پرسش مشخصی از او بشود به جای پاسخ دادن ویراج میدهد و به صحرای کربلا میزند. از او راجع به حکومت خودکامه و پردی فردی پدرش میپرسید، میگوید پدرم همه توجه تلاش خود را بر توسعه اقتصاد کشور متمرکز کرد و همه چیز را از دریچه رشد اقتصادی دید. در مورد اعتراض دانشجویان و دانشجو جوانان به حکومت پدرش میپرسید، میگوید دانشجویان پس از بازگشت به کشور با قیاسی ساده نتیجه میگرفتند. اینجا مثل آنجا نیست و اختلاف در زمینه آزادی های سیاسی فاحش است. بنابراین به جای پشتیبانی از رژیم به مخالفت با آن برخواستند. حالا اجازه بدیم. میگن که نوشته زیر از مقاله است که 6 سال پیش منتشر کردم. رضا پهلوی در پاسخ به کودتای 28 مرداد می نویسد درست است که پدرم از پشتیبانی آمریکا بهره مند بود، اما صحبت از کودتا کردن افسانه پردازی است. حکومت مصدق محبوبیتش را از دست داده بود. یکی به این نادان بگه حکومت مصدق تو دو روز از 25 مرداد تا 27 مرداد محبوبیتش از دست داد، آخه نادان، تاریخ بخون. اقلا برو با این CIA که مای 150,000 دلار بهت پول میداده بگو پرونده ها رو بیارن نگاه کنن. تو که وقت نداری، تو همش تو کازینا هستی و سیگار کشیدن. و یه روز از آقای انصاری بپرسم این دوامبا هم میکشه، چون به نظر میاد که مغزش سر جاش نیست. بمانه. میگن که کودتا افسانه پردازی است. یک نمونه از ویراج دادن. اخیراً نیز در دو مصاحبه در مقابل چنین پرسشی میگوید درباره گذشته کاری از دست او بر نمی آید و مشکلی را حل نمی کند و اصولاً ترجیح می دهد درباره آینده صحبت کند. همچنین در مورد انقلاب 1357 در پیامی که در مورد سالگرد انقلاب 1357 میگوید 34 سال از وقوع انقلاب سیاه 22 بهمن 1357 می گذرد. او انقلاب ملت ایران را انقلاب سیاه می نامد. پرسش اینجاست که آیا این انقلاب سیاه همان انقلابی است که میلیون ها ایرانی بر علیه خودکامگی رژیم، نابرابری در مقابل قانون و فقدان عدالت اجتماعی ماها در اعتصابات و اعتراضات سراسری شرکت کردند، کتک خوردند، زخمی و بازداشت شدند و تعدادی نیز به شهادت رسیدند؟ یا این انقلاب سیاه زمانی است که محمد رضا شاه خطاب به مردم ایران اذعان کرد که من صدای انقلاب شما را شنیدم؟ و یا اینکه انقلاب سیاه نامیدن در جهت ماستمالی کردن اعتراف و اقرار شاه به اشتباهات، فشار، اختناق و فساد مالی و سیاسی و خطاهای گذشته رژیم شاهنشاهی است و آن روزی که متعهد می شود و سوگند می خورد که خطاهای گذشته هرگز تکرار نشود و حتی قول می دهد که یک دولت ملی در چارچوب قانون اساسی برقرار شود، یعنی تا اون روز دولت ملی بر اساس چارچوب قانون اساسی نبوده. و اما خب
نمونه دیگر از ویراج دادن در پاسخ به تشکیل حکومت آینده میگوید پیش از آن که چپ باشم یا راست باشم، مدافع سلطنت باشم یا جمهوری خواه، باید دموکرات باشیم. این نوع پاسخ یعنی فرار از هر نوع تعهد، یعنی مسئولیت گریزی و عوام فریبی، زیرا هیچ انسان خردگرایی با دموکراسی مخالف نیست. این نوع پاسخ برابر است با پاسخ ندادن یا نداشتن شهامت برای بیان حقیقت. رضا پهلوی از یک سو میخواهد از نام خانوادهش بهره‌مند باشد و از سوی دیگر نمیخواهد باری که این نام به یدک میکشد، یعنی مسئولیتی که این با نام داره، بر شانه‌اش بگیرد و تکلیف خودش را با دیکتاتوری خودمخوامگی و خودکامگی و بستگی وابستگی حکومت پهلوی مشخص کند. یکی دیگر از صفات حسنه رضا پهلوی شباهت بیچون و چرای دید و برداشتش با پدر بزرگ و پدرش در رابطه با دگراندیشان می باشد. رضا شاه، پدر بزرگ رضا پهلوی، بهترین و آگاهترین فرزندان ایران را، حتی آنهایی که در به قدرت رسیدنش نقش کلیدی داشتند، زندانی و ترور کرد و کشت و خانه‌نشین کرد. و شخصیت‌های مانند عبدالحسین تیمورتاش، جعفرقلی خان بختیاری، سردار اسعد و برادرش خان بابا خان اسعد، علی اکبر داور، میرزاده عشقی، فرخی یزی، تقی عرانی و و و محمد رضا شاه نه تنها مانند پدرش دیگر اندیشان را زندانی و ترور کرد و کشت، حتی یک پا فراتر گذاشت، معترضان و مخالفان حکومت یک بودی و مطلق گرایش را چنان قلق هم کرد که زمانی که رژیمش در حال سقوط بود و نیاز به یک گروه نجات داشت، هیچ سازمان و شخصیتی جز اسلام گرایان که مورد پشتیبانی و عنایت او و دستگاه حکومتیش بودند وجود نداشت که گامی بردارند. پدر و پدر بزرگ رضا پهلوی هنگامی، بذارید من اینو براتون نشون بدم اینجوری، البته میدونم وقتی نوشته ها ریز هست پیدا نمیشه، ولی براتون لینکش رو میذارم. کجا رفتی؟ آها، کمره دو. بله، پدر و پدر بزرگ رضا پهلوی هنگامی دست به حذف دگر اندیشان، یک لحظه اجازه بدین، این گویا هم کارش یک کمی مثل خود ما خرابه، میپره. بله، اینجا رضا، پدر و پدر بزرگ رضا پهلوی هنگامی دست به حذف دگر اندیشان زدند که در قدرت بودند، ولی امروز در زمانی که رژیم فقاهتی هنوز سوار کار است و ایشان، رضا پهلوی، هنوز نه به بار دارند و نه به بار، یعنی هیچ کارن، فرمان صادر می کنند که اپوزیسیون قدیمی در دولت انتقالی یا گذار نباید حضور داشته باشند. می فرمایند نیروهای معروف اپوزیسیون قدیمی و کلاسیک برای آینده ایران مناسب نیستند. حذف اپوزیسیون پیش از رسیدن به قدرت شبیه قصاص قبل از جنایت است. باید امروز حذف کنیم که فردا نباشند تا با ما مخالفت کنند، نابودشان کنیم که نکند فردا بخواهند در مقابل حکومت فردی و خودکامه ما بایستند. رضا پهلوی اخیراً در یک گفتگوی تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که شما سلطنت طلب هستید یا جمهوری خواه، گفت در هر دو فرم کشورمان قابل اداره خواهد بود. این پاسخ کسی است که وارث سلطنت است و نون نام پهلوی و ثروتهایی را که پدر و مادر تاجدارش از ایران بیرون آوردند می‌خورد و چیزی جز ردگم کردن و دو پهلو حرف زدن و عوام فریبی نیست. برای تایید گفتم به جمله بعدی او توجه کنید که میگوید آیا وجود یک نهاد فرامسلکی غیر سیاسی به عنوان یک سمبل وحدت کشور همچنان برای ملت ضروری است یا نیست؟ همیهنانی که با حرفهای کلیشه‌ای سلطنت طلبان آشنا هستند می‌دانند که همیشه یکی از دلایلشان برای توجیه سلطنت و نیاز ایران به شاه همین شعاری است که رضا پهلوی می‌دهد: وحدت کشور.
منظور رضا پهلوی از نهاد فرامسلکی غیر سیاسی سیستم پادشاهی مشروطه است، سیستمی که قانون اساسی و مجلس شورای ملی و دولت منتخب مجلس و دولت منتخب مجلس حکومت می کند، همان سیستمی که پدر بزرگ و پدرش هر دو آن را کنار گذاشتند و به جای سلطنت حکومت کردند. شما بازم کم لطفی میکنید آقا، هر دو زیر پا گذاشتن و داغونش کردن، لهش کردن، کجا کنار گذاشتن؟ اگه کنار گذاشته بودن که باز یک امیدی بود. پدر بزرگش به مجلس میگه طویله، اونم که به همه اینا گفت نادانین و من بهتر از شما میکنم. بله، میگه که منظور از رضا پهلوی همون حکومت مشروطه و اینها هست که دولت انتخاب میکنه، به اصطلاح دولت منتخب مجلس و اینها، که پدرش و پدر بزرگش آن را کنار گذاشتن و به جای سلطنت حکومت کردن، آن هم نه هر حکومتی بلکه حکومتی دیکتاتوری و وحشتی رضاخانی و حکومت خودکامه فردی محمد رضا شاه. باز دوباره برای اینکه نوشته و ادعایم را ثابت کنم، توجهتان را به سخنان محمد رضا شاه جلب می کنم. شاه در پاسخ به مندرجات قانون اساسی در مورد سلطنت کردن و نه حکومت می گوید یک رابطه طبیعی ما بین شاه و ملت برقرار است و در مورد حکومت رضا شاه و خودش می گوید دیکتاتوری پدرم الزام داشت و اقتدار امروز فردگرایی من نیز مورد نیاز می باشد. دوستان، همین چیزی که آخوندها امروز میگن. آخوندها هم میگن امروز ما باید به اصطلاح سفت و سخت باشیم، اگه نباشیم مملکت از بین میره، چنین و چنان. این زمانی است که عده‌ای چاپلوس و خایمار، من تا حالا نشنیده بودم آقای لادن چنین کلماتی رو استفاده کنه، به نظر میرسه که دیگه این لازم بوده. سخن که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند، و دیدن این کلمه رو با هیچ پوششی نباید بپوشینن و تحویل ملت بدن. این زمانی است که عده‌ای چاپلوس و خایمار شاه را دوره کرده بودند و با بله قربان بله قربان، گویی آنان امر به شاه مشتبه شده بود که با بله برای قربان برای قربان، گویی آنان امر به شاه مشتبه شده بود که شاه سایه خداست و تنها او حامل حقیقت مطلق می باشد و حق تعیین سرنوشت ملت و کشور را دارد. این کاملا در چهارچوب پروژه ققنوس و گفتار رئیس پروژه می باشد که می گوید شاهزاده رضا پهلوی مبتکر ققنوس هست. سرچشمه این برنامه هستن و سالهای سال به این فکر بودن. در ادامه میگوید ما همیشه از رهنمودهای ایشان بهرمند خواهیم بود. و آقای امیر حسین لادن نوشتن وای بر ملتی که از گذشته خود هیچ نمی آموزد. اجازه بدید من آدرس آقای لادن رو بیارم اینجا به شما نشون بدم، اگر نظری درباره این مقاله و این نوشته در نشریه گویا دارید مستقیما میتونید با ایشون تماس بگیرید. خیلی خوشحالم که ایمیلی رو انتخاب کردن که به اصطلاح ببینید این A برای امیر، H برای حسین لادن، ahladen@outlook.net و باشون تماس بگیرید. بله، میگن که شرایط ایران باعث شده کش ادب همه در بره. شایدم یه جوری ما خانم جیلانی دیدیم که ببخشیدا به همه نباید احترام گذاشت، یعنی به اونایی که واقعا با چاپلوسی با همین کلمه پدر مملکت رو درآوردن، به جای اینکه بگیم اطرافیان شاه آدمای خوبی نبودن، همین کلمه ای رو که ایشون استفاده کرده باید بگیم تا شناخته بشن. من فکر میکنم که از اون مرز تعارف گذشتیم، به مرز حقیقت و حقیقتگویی رسیدیم و این خودش یک قدم بزرگیه و به نظر من نباید حذفش کنید. دوستان عزیز، میدونید که ما روزای چهارشنبه الان نزدیک به 100 هفته است. اجازه بدین اینا 90 و چند هفته هست،
92 هفته است که برنامه های رو به عنوان عقل بشر یا گفتار عقل بشر دوستی از خلیج فارس تهیه میکنه، ارسال میکنه و ما هم پخش میکنیم. این برنامه چون به صورت صدا هست، ما هم اینجا می‌نویسیم صدای مردم از تلویزیون مردم. شماره تلفن هم اینجا هست، پیام ایشون رو پخش میکنیم، چه امروز در حین پخش پیام ایشون، چه موقعی که این برنامه ها باز پخش میشه، چه موقعی که از یوتیوب، فیسبوک، از گوگل، از هر جای دیگه خودتون در اون وقتی که برای شما مناسب نگاه میکنید، میتونید با همین شماره که در آمریکاست و باید پیش شماره هر جایی که هستید بگیرید با آمریکا وصل بشید، بعد 202 ایریا کد واشنگتنه، 695-25-73، پس شد 202-695-2573. تماس بگیرید، میتونید تکست بفرستید، میتونید پیام بذارید. پیام ها بیشتر از 3 دقیقه قطع میشه. اگر واجبه دوباره زنگ بزنید و دوباره نمیخواد بگید من همونم، دوباره سلام، دوباره احوال پرسی، شروع کنید قسمت دومش هم بگید. و من فکر میکنم اگه از قبل نوشته باشی، نوشته ها رو در 3 دقیقه خیلی چیزها رو شما میتونید بگید. قبل از اینکه این برنامه رو براتون پخش کنم، این صدا رو آقای فرهاد زمانیان، اولا خانم جیلانی که هم دکتر هستن هم جامعه شناس هستن، میگن در شرایط عصبانیت قابل درک است و کاملا هم درست میگن. شما دیدید که هر وقت آدم عصبانی میشه هم صداش رو بالا میبره، هم اینکه حرفای رکیک میزنه. بله، آقای اکبری میگه فیلم سوالی که شما از رضا پهلوی کردید پیدا کردم و در مسنجر فرستادم براتون، با اینکه انگلیسی من خوب نیست ولی کاملا واضح است که ایشان قاطی کرد. دلیلش اینه که منو از پارک میشناخت و دلیلش اینه که اون خانم وفایی و اینا منو از قدیم میشناختن که چند بار به دفترشون تماس گرفتم و دلیلش این بود که این منو از مصاحبه‌هایی که با احمدعلی مسعود انصاری، از آقای مصاحبه‌ای که با مرحوم علی شهبازی انجام دادم. آقا علی شهبازی مثل پدر این بوده، باهاش اینور اونور بوده. شما میدونی ایرانی‌ها یه احترام خاصی برای معلم ممکنه نداشته باشن، ولی برای مربی ورزششون دارن. والا ما یه آقای میرحسینی بودیم توی هنرستان، این توپ بسکت و اینا هم که کم داشتیم نداشتیم، ولی احترام بهش میذاشتیم، چون یک ساعت در هفته میرفتیم اونجا و این معلم ورزش ما بود. حالا آقای فرخیان، آقای قشقایی، آقای کشکولی، آقای فرجام، اینا بمانه، کلن این معلم تکواندو، تکواندوی این رضا تنبل بوده. پولای اینو که باباش گفته بود این چون با من بوده، زن و بچهش آقای شهبازی ول میکنه، ول میکنه توی ایران که امکان داشت اینو بکشن، زن و بچهش بکشن، ول میکنه میره با شاه. محافظ شاه بوده، بعد محافظ این بوده، معلم کنگفو این بوده، کاراته این بوده. همون ماهی چند هزار دلاری که میدادن، خب این جمع کرده بوده، این پولا رو ازش میگیره میذاره تو بانک قلابی که درست کرده بوده. بعد دعواش با احمدعلی مسعود انصاری اینه، پولای همه اینا رو میخوره. احمدعلی مسعود انصاری بهش میگه بی انصاف، اینا که پول نداره، تو که پول داری یه کمی ضرر رو قبول کن، به اینا بر اساس سهمشون ضرر بده، ولی چرا همه رو میکشی بالا؟ پول خودت اول، پول مادرش دوم. آقا اینا ناموس ندارن، اینا وجدان ندارن، اینا شرف ندارن. بعد طرف میگه آقا سوربی شما آلمان که بودی طرفدار، میگم آقا همه ما ایرانی ها طرفدار اینا بودیم، یکی یکی رسیدیم به یه جایی که دیدیم اینا وجدان ندارن، شرف ندارن، اینا اصلا هیچ همیتی نسبت به انسانیت ندارن. خیلی ممنون آقای اکبری، اون لینک رو هم بعدا به دوستان نشون میدم. بریم اینجا بشنویم صدای مردم را از تلویزیون مردم. ضمناً تا این
صدا درست میشه و آماده میشه. آقای اکبری، یکی از اونام مصاحبه ای که آقای شهرام همایون سوال من رو از رضا پهلوی پرسید، اونم هست وقتی که بنویسید سوربی یکم خط فاصله رضا پهلوی. سلام و درود و همه عبارت‌های خوشپسند تقدیم شما ارجمندان. یادآوری می‌کنم که این گفتار عقل بشر ادامه شرح اقتصاد است. با گذشت زمان اقتصاد به ثروت و بالمعال به پول تغییر یافته. هر کسی که پول داشت و یا پول به دست آوردن برایش آسان بود، شخص و اجتماع او را ثروتمند می‌شناسد. این معیار بر کره زمین توسط انسان ساخته شده و پس از تغییرها اکنون به این شکل در آمده. اگر در میان مستمندان در گذشته و حال معیارهای اخلاقی یافت می شد و می شود، علتش این است که برای داشتن نیکی و ادعای خوب بودن در اجتماع محدود به خودشان به پول کمتر نیاز دارند. به علت نداری و دست خالی بودن از نیکو صفتی و نیکوکاری و نیکورفتاری سخن گفته و آن را بزرگ نموده و می ستایشند. در ادامه اوضاع و عدم تغییرش نیکو صفتی را عملا نشان داده و رفتار و کار روزانشان می گردد. هر انسانی برای اهمیت وجود خود نیاز به در دست داشتن و نشان دادن چیزی است. در حال بینوایان این ابهت و اهمیت شناختن خیش در خوبی و نیکی خلاصه می شود. معیارهای نیکی و انسانیت هنگام ثروتمند شدن و یا به قدرت دست یافتن فوراً زدوده و پول جایشان را می گیرد. ثروتمند بی نیازی را در فکر خیش تصور و آن را برتری می داند. ثروت در معیار به ارث رسیده نشان توانایی می باشد. عقل ثروتمند از اندیشیدن باز می ایستد، زیرا اندیشیدن خسته کننده است. نمی خواهد خود را خسته نماید. هر مشکلی را با توان ثروت و زور یافته شده از آن میخواهد به نتیجه دلخواه برساند. در گذشته کت خدا و رئیس ایل انسان با انصافی بود، زیرا ثروتش عبارت از دام بود که در دشت میچرید. نمیتوانست برای هر سر از دامهایش نگهبان بگذارد. به همین علت مجبور بود با مردم با دادگستری و مهربانی رفتار نماید، زیرا بی انصافی مردم را دشمن می ساخت و با نابود کردن دامها می انتقامیدن. امروز همان رئیس به عدالت روشی و یا مردمداری نیازی ندارد تا بر سر کار باقی بماند. برایش بانک و مدیر قابل اعتمادش مهم هستند. گرایش انسان به پول اینقدر افزایش یافته که در بیشعوری یا انبار خارج از اراده عقل چیزی جز آن نمی بیند. در روزگار ما پول همه چیز شده. می توان با آن مقام خرید، محترم و باشرف شد، زیبایی یافت و معشوق داشت، همه آرزوها را برآورد. در برابر این روش و پیگیریش همه اصول و معیارهایی از میان می روند که انسان طی تمدن هزار سالش آفریده و نوشته و پایبندی به آن را معیار آدمیت و درستکاری وصفیده. این تضاد و یا اختلاف در معیارها و رفتار را عقل انسان کمتر تشخیص داده و می درکد. انسان از اخلاق و نیکویی سخن می گوید و با آز و معلمینش با همه وسایل آن را می تکرارد، اما در عمل برعکسش را در اجتماع رواجیده و می تشویقند. جهت روشن شدن این تضاد می اشارم که انسان همه چیز را برای به دست آوردن و نگه داشتن پول می فروشد. شرف، وجدان، درستکاری، آزادی، بدن، خانواده، وابستگان، ملت و میهن، همشان در برابر دستیابی به پول در معرض فروش هستند. به علت این واقعیت از رفتار انسان این گفته شایع شده: همه چیز قابل خرید است و تنها تفاوت در نرخش می باشد. در اوضاع امروز همه چیز را می شود خرید و به دست آورد. مثلا با پول می شود همه کالاها و ملکا را خرید، مقام خرید،
و هر انسانی را به طرزی به بندگی درآورد. با پرداخت و به کارگیری دستگاه‌های تبلیغاتی حقیقت را دگرگون نشان داد و به اخلاق خوراند. این دو یا چندگانگی در دنیای ما حکم فرماست. ما انسانان نمیتوانیم و یا نمیخواهیم این وضع را شناسایی و به آن اعترافیم. نتیجهش همین وضعی است که از تاریخ ورود فرعون به جنوب مصر و تا کنون در دنیایمان حکم فرما می باشد. می تکرارم، هیچ شخص، عقیده و یا دین با عدم اعتراف به کاشته بودن این واقعیت ها در بیشعوری انسان تا کنون تضاد معیارهای بشری را تشخیص نداده، نشرحیده تا زدودگیش را هدف قرار دهد. انسان آفریده ایست که تغییرش با گذشت زمان حتمی است، لکن به علت تأسیس پول و حکم فرمایی ثروت معیارهای معنویش نه فقط بهتر نشده، بلکه روز به روز به سراشیبی و پستی می رود. در کودکی عکسهایی با شهر در یکی از هفته نامه های ایران چاپ بود. در یکی از عکسها پول نقد را در کنار بطری خالی شیر در برابر در خانه های انگلستان نشان می‌داد. شیرفروش پول و بطری خالی را برداشته و بطری پر را به جایش می‌گذاشت. آیا این امانتداری، پرداخت پول در هوای آزاد و بدون نگهبان هنوز ادامه دارد؟ آنان که قبل از انقلاب و پس از آن به غرب مهاجرت کرده اند، لطفاً لحظه‌ای بیندیشند. رفتار انسان و علاقه‌اش به دست گذاشتن بر ثروت دیگران و افزایش دزدی را طی این چند دهه در میهن نو بیاد آورده، سنجیده و به قیاست. این تغییر در رفتار در غرب ممکن است مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد و واقعیتش بثبتد. در کشورمان همه فرشته و بهشتی هستیم و هر روز با افزایش ایمان بهتر از روز قبل می شوید. مگر دستگاه های تبلیغاتی دولت این پیشروی اخلاق و رفتار و کردار را نمی تکرانند؟ چه دلیل بهتر از آنکه میلیون ها نفر در نماز جمعه با علاقمندی عبارت های امام جماعت را تکرار و در محضر خدا دلا و راست و وظیفه دینی را بر می گذارند؟ به بهشت و اطرافش میخواهند بروند، حج میروند، همشان درست کارند و در بهش جاویدان. از 14 قرن و تا کنون به بیشعوری ما روایت ها و داستان ها و حدیث ها وارد کردند که همشان را باید مقدس دانست. کمترین شک به این مسائل به ارث رسیده گناه نابخشودنی است. باید مثل همان شخصیت ها رفتارید، گفتارید و کردارشان را تکرارید. ما هم مثلشان اندیشیدیم، پوشیدیم و از میچیزشان تقلیدیم، مانندشان کشتیم، روابط اجتماعی و دوستی و دشمنی ساختیم. حال این تقلید رفتار حقیقی و یا حق باشد، موضوعی است که کسی جویایش نشده و اگر شدیم سر باخته ایم. 1400 سال به ما دروغ گفتن و ما میبایست باور کرده و تا حال بکنیم. دروغ‌های گذشته را بشنویم و با نگاه و مقایسه با اوضاع زمان کنونیمان ببینیم، اما کور باشیم، بشنویم و بتکراریم، حقیقتش را بتشخیصیم ولی نفهم باشیم. استفاده از عقل را به ما توصیه کرده ولی آن را میمنعند. به رازگویی دعوتمان میکنند. اگر زبانمان رازگو شد به زندان روانمان میکنند. عملا باید لال باشیم، همواره در ضد و نقیض باشیم، ظاهر و باطن بسازیم، چیزی بدانیم و دیگر چیزی بگوییم، زبان را خود در دهان بزندانیم، با به سر بردن در ترس و وحشت از شجاعت بتعریفیم، فریاد زنیم علی همراه حق بود و حق همراه علی، اما در عمل در هر فرصتی حق را زیر پا نهاده و حقدار را به سر حقدار را سر به نیست کنیم، به قاتلین مظلومان لعنت فرستیم و در عمل همراه ظالمان مظلوم کشی شریک شویم. از شخصیت های تاریخی تقلید و پس از زیارت گورها و بارگاه‌هایشان خود را بهشتی تصور کنیم. بر نقره و طلای ربوده شده از بینوایان که در ساخت ذریعشان استفاده گشته دست بکشیم و با لعنت گویی بر دشمنانشان خود را درستگار و برتر بدانیم.
دشمنان دین را نفرین و نابودیشان را نیایش کنیم. با صدای بلند و فریاد شعار و برایشان مرگ آرزو کنیم. اگر زنانشان به دستمان افتند، مانند همان نیاکان بهشت‌زیست آنان را به کنیزی گرفته و در بازارهای مقدسمان می فروشیم. 14 قرن صلوات فرستادیم تا برکت بر زمین آید، نماز استسقا خواندیم تا باران ببارد. با این حال تعداد مسلمانان گرسنه افزایش یافتند. از لعنتی های جهنم رو و دشمنان دینمان خوراک وارد کردیم تا دست آوردشان را بخوریم و نمیریم و با ادامه مراسم نیایش به جهنم نرنیم. ما را به روزه گرفتن تشویق کردند، مگر نه اینکه خدا گفته روزه مال اوست و خودش پاداشش را میدهد. با روزه گرفتن برکت میآید، خوراک به خودی خود در دیگ خواهد پخت. حدیث ها و روایت این برابر و پاداش را تأکید میکند. در برابر بیهادی و زجر عموم چوپانان ما شکمشان هر روز بزرگتر میشود، جیبشان گوتر و سنگین تر می گردد. هیچ چیزی چشمشان را پر نکرد. زمین و زمان را حلال خود و نعمت خداداد دانستند. هر چیزی بر روی زمین بود مال خودشان و بهشت آخرت به گله و فقرا وعده داده شد. این لعنت شدگان به فضا رفتند، اسراء و معراج پیامبر را عملا انجام دادند، اختراعها نمودند. رهبران امامه بر سر و بی امامه ما نتوانستند مشکلی را بسازند. منتظر نشستیم تا اختراع و یا اکتشافی بکنند. بعدش ما به کتاب مقدسمان مراجعه و پیشبینی و کشف نوین را در تفسیر یافته و به رخ کافران بکشیم که بله، دین ما این را قبل از 1400 سال کشف کرده و ثبتیده. شما کافران کاری نکرده و ول معطلید، ما از همه تان برتریم. کسی نمی پرسد خب شما که این همه تفسیرها و دانش و اکتشاف و اختراع داشتید، چرا پیش خرابالان دانش و پیشرفت نشدید؟ با آن همه سخن از بودن مسائل کوچک و بزرگ، اصول و قانونهای اقتصادی در کتاب دینمان تا حال یک معیار اقتصادی موفق طرح نکرده اند. اگر وضع اقتصادی برای مدت خوب شد، علتش یافتن ذخیره ایست که در زیر سرزمینمان توسط کافران لعنتی کشف گشته و خودشان خریده و به ما پولی دادند. با غرق بودن در نادانی و مست و شنگول شدن از درآمد پول بی زحمت، خود را در مقامی بهتر از آنان دیدیم. راست و چپ به آنان نصیحت کرده و به دینمان دعوتشان کردیم. در همان وقت پیشوایان محترم و عالمان همه چیزدان ما بر رفتن و قدم گذاشتن به مستراح شتافته و صحیحش را برای ما شرحیده اند. باید اول پای راست را در آن گذاشت. اگر این چنین و آن چنان نباشد، مقعد شستن ما درست نیست و کار حرام انجامیده ایم که سرانجامش خشم خدا و رفتن به جهنم است. وضو ما را پاک می کند. دست زدن به نامحرم و سگ ما را می کثیفد. برای محرم کردن شخص صیغه و شاخه هایش را با فتواهایشان حلالیدند. فکر نکنید که تعصب سنگ نمودن عقل، این معجزه آفریدگار صفت آخوندهای شیعه است. اما مبصران همه دین ها و آخوندهای مذهب های دیگر فتواهایی صادر کردند که شاید شما نشنیده باشید. در مذهب سنی ها برای اینکه یک مرد چون راننده خانه محرمش شود، خانم خانواده میباید 6 بار پی در پی مستقیما از پستانش این راننده را شیر دهد. یا اینکه برای بدرقه همسر مرده برای آخرین بار و قبل از به خاک سپردنش میتوان با بدن مردهش معاشرت جنسی کرد. انجام این سکس با بدن مرده را معاشرت خداحافظی با همسر نامیدند. من خر و یا حیوانی چون من چگونه میباید این فتواها را پذیرفته و با مدعی عاقل بودن بقبولیم و عملی سازیم؟ آیا عقل ما باید درگیر تکنولوژی اندیشیدن در غار باشد که در بیش از 1400 سال پیش مبارک بود و بدون اجازه تغییر برای همه مشکلها راه حل بیان و ارائه نمود؟
اگر این معیارها و اصول صحیح بودن، چرا ما عقب افتادیم؟ چرا و چگونه و به چه علت اجازه دادیم بندگانی سست و ذلیل دشمنان کافر شویم؟ همه چیز ما را بسازند، شکم من را سیر کنند، اندام من را بپوشانند. اگر پندارهای من صحیح بود، چرا ما باید به چنین فلاکتی برسیم؟ برای چاپ اسکناس و زرابی سکه باید از لعنت شده ها کاغذ و معدن و کارخانه و تکنولوژی وارد کنیم. شلاقی ساخته و با پول و با ظلم و نادانی و کوبیدن هم میهن خود را ذلیل و بی‌نوا سازیم. این معیارهای دور از عقل و خارج از اندیشه چنان در بیشعوری ما جا گرفته که توان خارج شدن از آن را نداریم. شنوندگان ارجمند تصور نکنند که این ناتوانی در تشخیص و درست اندیشیدن متعلق به یک ملت و یا یک سوی دنیاست. همه مردم این کره در نافهمی و عدم درک در یک کفه قرار دادند. سیستمی که انسان با این پول ساخته به او اجازه دیگر اندیشی را نمیدهد. این پول و عدم توان رهایی از آن بزرگترین غل و زنجیر قفل شده است بر عقل انسان و همه اعضایش. بسیار نیرومند و سفت می باشد. به علت تاریخ کهنش و متولد شدن با آن، انسان این چنین گرفتاری را نمی احساسد، نمی درکد و نمی فهمد. آنان که دنیای امروز را می کنترلند، از سیستم پول به ارث رسیده با هوشمندی و بی حدود و بی اندازه استفاده می کنند. بندگی ما و کنترل مغزمون را در اختیار دارند و فقط به عقل اجازه فعالیت میدهند که هدفهایشان را برآورند. شناخت خیش و دانستن دنیای خود هدف این گفتارهاست. آرزومندم از آن استفاده و با درک بیشتر از حقایق امور هر کدام از ما دنیای بهتری برای خود و پسیان بسازیم. در برنامه آینده شما را با این حکمرانان واقعی دنیای ما ولی مخفی آشنا خواهیم ساخت. با بودن با ما امیدوارم بیشتر بدانید و از دانستنی های خود همه هم آن را به آگاهی. شاد و تندرست باشید. خیلی ممنون از این دوستمون. ممنون آقای فرخ هم میگه learn from گفتار نیک نمیتونم اونجوری صحبت کنم. من همینجوری که 60 سال نمیدونم از چند سالگی شروع کردیم صحبت، یه سالگی یا دو سالگی، ولی همونجوری که 60 سال صحبت کردیم فعلا چی میگن گلیمون رو از آب بیرون کشیدیم و به همینجوری هم صحبت میکنیم. اهل عوض شدن هم فعلا نیستی. و تشکر میکنم از آقای اکبری که این ویدیو رو پیدا کرده، روی گوگل فرستاده. من بهتون نشون میدم، اجازه بدید اینجا آقا رضا دروگو رو بیاریم و به شما نشون بدیم. و جالبه آقای اکبری میگه من با وجودی که انگلیسی زیاد نمیفهمم ولی متوجه شدم که این آقا دست پاچه شده و نمیدونه چی کار کنه. برای که عزیز من هیچ وقت ازش سوال سخت نشده و این آهن آب دیده یا مرد کارزار نیست. با هم بشنوید 13 سال پیش که من اون موقع هنوز 50 سالم هم نبوده و به خاطر این سوالی که کردم اون روز با وجودی که کار کردم برای آقای ضیاء آتابای، 600 دلار پول من رو ضیاء آتابای دزدید، پرداخت نکرد. چرا؟ چون به اسب شاه گفتم یا بو، در صورتی که این اولاغ هم نبود، من احترامش گذاشتم گفتم یا بو. گوش کنید. My name is Sorby, I'm from Magnum TV. I ask you almost two decades ago in a very first part if you are a Shah by that inauguration in Egypt or you are not. If not, when did you decide not to be a Shah? بهش میگم که من سوربی هستم، تقریبا دو دهه 20 سال پیش از شما پرسیدم به وسیله اون سوگند که یاد کردی در مصر، شاه هستی یا نیستی؟ اگه نیستی چرا؟ حالا این کرخر توضیح میده، میگه let me understand، اجازه بده من بفهمم. دوستان از این سوال آسونتر هست؟ آقا بنده یه زمانی رفتم
اداره فرهنگ شیراز استان فارس گفتم من حاضرم دبیر هنرستان باشم، نه قسمی نه سوگندی به ما گفتن ما 3000 تومان بهت میدیم برو. اگه شما تو خیابون به من میگفتی سوربی تو دبیر هنرستان هستی یا نه، من باید بگم اجازه بده من ببینم شما اول میخوای چه سوالی کنی. نه آقا، باید بگم بله هستم، که طرف بگه خب اگه دبیری پوفیوز بچه من چرا چیزی یاد نگرفت. این نوشته آقای لادن من رو به یاد این دروغوی دماغ گنده انداخت. نگاش کنید ببینید قیافش چقدر زشت شده این روزا، چقدر دماغش گنده شده، حاضر نیست یه پول 2300 دلار بده دندوناشو صاف کنه درست کنه، اون وقت عکس میذاره داره نمیدونم چلو کباب درست میکنه میخوره. ای کوفتت بشه. بفرما. میگه اگه منظور شما اینه که منظور شما یعنی من یه شاه هستم، نه نیستم. خب میگه نیستم، بعد میگه حالا من اجازه میدم هموطنانم انتخاب کنن. کدوم بار هموطنان شاه رو انتخاب کردن؟ اگه قرار باشه انتخاب کنن و تا میگی نیستم، خب برو کنار بگو اون سوگندی که خوردن مامان جونم به خاطر این ماجرای پول، به خاطر این ماجرای تراست، برید تراست رو نگاه کنید ببینید چیه. تراست به ایرانی من نمیدونم چی میشه، اصلا اینجوری داشتیم که یه پولی رو بذارن تو تراست اکانت. اون وقتا یادتونه وقتی یه کسی باباش فوت میشد میبدن این پول رو میذاشتن دست قیمش، نمیدونم حالا تراست رو میشه به عنوان قیم سرپرست انتخاب کرد، یه پول کلونی رو. اینا که سیستم ایرانی نبوده، این شاه و اینا وقتی افتادن تو پول نفت و اینا این خارجی ها یادشون دادن. چرا یادشون میدن؟ برای که این پول بمونه روش سرپوش بذارن، من و توی ایرانی نتونیم اینو پیدا کنیم و خود اینا بالا بکشن. این دوست ما از خلیج فارس خیلی قشنگ توضیح داد، گفت ما انسان‌های عقب افتاده هستیم، حالا توی قرن گذشته به خاطر چیزی که اینم زیر زمین پیدا شد، اینم ما پیدا نکردیم، همین خارجی ها پیدا کردن و خودشون هم از ما میخرن، ما پولدار شدیم، یاغی شدیم. و الا چه کشکی چه پشمی. صحبت از 22 میلیارد دلار هست که این تراست رو گذاشتن. اون یک مصاحبه من کردم با پاتریک پهلوی که اونم اسمش نمیدونم حیدر علی یه چیزی اینجوری گذاشته، اون مادرش خارجی بوده، برادرش و باباش برادر شاه بوده و اونم داره تلاش میکنه که بگه این شاه نیست من شاه هستم. و حتی میگن این برادرش علی رضا یه جورایی میخواسته بگه آقا اگه شاه نیستی من شاه هستم، چون هر کدومشون بیان بگن ما شاه هستیم این پوله به دست اون میفته، اون تقسیم میکنه. یه ماجرای بزرگیه که هیچ وقت هم تا حالا دربارش صحبت نشد بجز منی که نه ژورنالیستم نه خبرنگارم نه تجربه دارم. آمدیم با این آقای احمدعلی انصاری با این کتابایی که مال دادگاه رضا پهلوی هست و موجوده توی فیرفاکس کانتی، اینا پابلیک به اصطلاح اینفورمیشنه، مدارکی که برای عموم هست، برید ببینید که 20 بار دروغ گفته، درست مثل ترامپ هست. تو دادگاه قسم میخوره که من حقیقت رو میگم، چیزی به جز حقیقت بر زبان نمیارم، توی یک جلسه دادگاه 20 تا دروغ گفته. نوشته آقای لادن من رو به یاد این انداخت. حالا یه چیز دیگه هم هست، اجازه بدید من اونم بهتون نشون بدم. بله همین تفره میره و صحبت نمیکنه و اینها. و یه بار آقای شهرام همایون اعلام کرد که ما فردا میخوام یه برنامه بذاریم با رضا پهلوی مصاحبه کنیم و نمیخوام مردم زنگ بزنن قربون صدقه برن، اینها میترسیدن، میخوایم از امروز شما زنگ بزنید پیام بذارید ما پیامتون رو پخش میکنیم ایشون جواب میده. یعنی چی؟ درست این آخوندا، شما نمیتونی مستقیم بیای سوال کنی، شما باید پیامتو بفرسی. من آقای خاتمی اومده بود اینجا دعوت کرده بودن از تلویزیون ها، گفتم من به شرطی میام
که من بتونم مستقیم از این سوال کنم. تا خانمه گفت نه شما سوالتون رو بنویسین، گفتم برو مادرتو شوهر بده. علی پاتریک که بعد از انقلاب تغییر داد به اسلامی. بله خیلی ممنون آقای زمانیان. ضمناً آقای زمانیان نوشته که رضا پهلوی گفته که بی خود نبود شاه به کوروش گفت آسوده به خواب که من بیدارم. این پدر مرحومش از سر شب با اون دبلو میرفتن خانم بازی تا صبح بیدار بوده. بله ببینید این براتون بذارم. آقای شهرام همایون یک لحظه کانال یک 330 یکم طول میکشه چون اولا مال 2017 است. If playback doesn't begin shortly بذارید ببینیم که اینجا هست یا این رو هم سر به نیست کرده. بینندگان عزیز یادآوری میکنم گفتگوی مستقیمی داریم با شاهزاده رضا پهلوی در واشنگتن. رادیو صدای ایران به همت آقای علیرضا مروتی این برنامه رو از ابتدا به صورت مستقیم دارن پخش میکنن. دو تلویزیون دیگر در لس آنجلس به زودی این تکرار برنامه رو پخش خواهند کرد. آقای پارسا سوربی مدیر تلویزیون مردم. سلام، من سوربی هستم از تلویزیون مردم. حدود 20 و چند سال پیش از آقای رضا پهلوی پرسیدم که آیا ایشون شاه هستند یا نه. مجددا سال 2006 از ایشون همین سوال رو کردم که ایشون شاه هستند یا نه و امروز هم همین سوال رو میپرسم. آیا ایشان سوگندی که یاد کردن بهش پایدار هستند، شاه هستند یا نه؟ اگر شاه نیستند چرا سوگند خود را پس نمیگیرند؟ سوربی از تلویزیون مردم، متشکرم از شما به خاطر پخش این پیام. مرسی. یادآور میشم آقای سوربی که در همون مراسم دقیقا اشاره شد که اختیار تصاحب این میراث رو به عهده مردم ایران میسپارن و بنابراین این انتخابی است که مردم ایران باید بکنن. همینجا همتون دسترسی دارید به اینترنت، برید نگاه کنید ببینید وقتی این 21 سالش بوده در مصر سوگند یاد میکنه میگه به انتخابات میذارم یا قشنگ میگه بر اساس قانون اساسی و بر اساس فلان و بیسار و اینها من شاه هستم. آخه چرا دروغ میگی بیناموس؟ و چرا یه عده از تو احمقتر هنوز فکر میکنن که تو آدم مطمئنی هستی؟ چند باید دروغ بگی تا مردم بفهمند که تو آدمی نیستی که بشه اطمینان کرد؟ به طرف میگم آقا شما یه رستوران داری، حاضر این بیاد اینجا پشت دخلت وایسه؟ نمیخوام آشپزی کنه، نمیخوام خدمت کنه، پشت دخلت وایسه. میگه نه این کارکن نیست. میگم خب مردک اگه این کارکن نیست چجوری میخوای بذاریش برای مملکت کار کنه؟ بابا کارمون خرابه. دوستان عزیز اگه شما هم مثل من خیلی از سال 1397 ناراحت هستید، چون به پایانش داریم نزدیک میشیم، سعی کنید ریلکس باشید، خونسرد باشید. یکی از وسائلی که شما میتونید خونسرد و ریلکس باشید اینه که برنامه‌های نوروزی رو هر جا هست برید شرکت کنید، با خانوادتون خوش باشید و گور پدر از اول تا آخر اینها که الان اولشون شده آخوندا، آخرش هم شده این پادشاهی 7000 ساله. هیچ وقت اینا نه به فکر مردم بودن، نه هستن و نه خواهند بود. خودتون رو گول نزنید که ای فلان هنرمند گفته که من میخوام اصلاح طلب باشم، حقشه. میگه آقا خانم نمیخوام این خونه رو خراب کنم، دو تا پنجرهش خرابه، پنجره رو درست میکنم، بیسمنتش خرابه، بیسمنتش رو درست میکنم، ندارم اون پولی که اینو بزنم زمین بعد بشینم تو سرما التماس کنم به اینو اون. این بد میگه؟ مگه خود شما سلطنت طلبان نمیگید که ایران احتیاج به انقلاب نداشت، میشد درستش کنن؟ عجب ملت دروغگوی هستیم ها. امید نهم داره میاد اینجا شنبه، نه اینجا تو تلویزیون استرلین، همین پشت اینجا در چری بلاسوم رستوران، بنده هم اونجا خواهم بود.
شما هم تشریف بیارید. اجازه بدید که من عکس امید رو هم اینجا بهتون نشون بدم. یک بار دیگه ممنون از دوستمون از خلیج فارس که این برنامه ها رو تهیه میکنه و میفرسته. کار مشکلیه با نداشتن وسیله. البته از اون ور میشه گفت این روزا وسیله اینقدر آسونه که با یه تلفن شما میتونی ضبط کنی، با ایمیل میتونی ارسال کنی. اون موقع والا باید میرفتن یه استدیوی اجاره میکردن و یه جایی ضبط میکردن به صورت حالا یا نوار یا به صورت سی دی پست میکردن. حالا این برسه نرسه، بشکنه نشکنه، ولی الان این کارا راحت شده. امید، بله اجازه بدید من اینو بذارمش اینجا برای شما. نمیدونم توی ساعاتی از روز کامپیوتر ما یه دفعه اسلو میشه. خب میدونم به دلیل اینی که این سیستم ما چند تا پروگرام مختلف باز میکنیم و این پروگرام هم همش به اصطلاح جوس میخوره. جوس میخوره یعنی جون میخواد، جون قوی قوی از اینترنت، از کامپیوتر، از اون پروسسور. و اما مارچ 9 یعنی نهم ماه مارچ 2019 امید در واشنگتن دی سی و مجللترین جشن نوروز 98 در چری بلاسم در استرلینگ ویرجینیا. بله اکبری این دوتا فیلم رو که دید میگه کاکا همین بگم که کارمون خیلی خرابه. البته ایشون لطف کرده فقط میگه کارمون خرابه. کارمون آقا خیلی خرابه، بیه شبه این اتفاقات نیفتاد. اینها چندین هزار سال طول کشید تا به اینجا رسید. 57 سال حکومت یه پسر طول کشید تا به اینجا رسید. به طرف میگم آقا یه شبه مردم ایران بد شدن یا 57 سال طول کشید که اینا بد شدن؟ حالا داریم تبلیغ آقای امید میکنیم، ما فعلا حرف سیاسی نزنیم. و اما این برنامه نهمه، روز جمعه هم بیشتر دربارش صحبت میکنم. شاید اگر امیدم آمده باشه در واشنگتن روز جمعه شاید با ایشون یک مصاحبه‌ای هم انجام بدیم. امید یکی از اون خوانندهایی که کاری به خیر و شر هیچ کس نداره، تا حالا من چیزی راجع بهش نشنیدم. و اما پس شد نهم مارچ. برای تهیه بلیتم اون شماره تلفن ایناش روی فیسبوک هست، روی این پلاکارت هم هست. بذارید من براتون بخونم یک لحظه. نمیدونم چرا این یکی که الان نشون میدم نیست. میدونم شماره تلفن آقای آرمان شهبازی است، آریان به اصطلاح انترتینمنت. بله 571. بذارید اینجا بهتون نشون بدم، شما هم داشته باشید اگر یه وقت خواستید بیاین تماس بگیرید، برای هم تیکت هم برای آدرس و اینا اگر وارد نیستی. مجللترین جشن نوروز 98 در تالار باشکوه چری بلاسم در استرلینگ ویرجینیا. امید نهم ماه مارس شنبه. کنسرت از ساعت 9:30 شروع میشه، ولی از قبلش برنامه شام و دیجه آنی، یکی از بهترین دیجه، شاید هم بهترین دیجه این منطقه. حالا میگیم یکی از بهترین که به دیگران به اصطلاح بر نخوره. شماره تلفن تماس برای تیکت یا بلیت، راستی این کلمه بلیت کجاست؟ مال فرانسه است، مال کجاست؟ تیکت که انگلیسیه، حالا اونم اون یکی چی گفتیم؟ بلیت. بله 571-242-02-26. حالا که اینجا هستیم بذارید این آگهی بالش 3 نفره را به شما نشون بدم که اون 16 هست، شنبه هفته آینده. نمیدونم اون برنامه شام به احتمال زیاد نیست، ولی دیدم که در جلسه در برنامه‌ای که توی این دانشگاه میذارن برای نمایش و موزیک و اینها، افرادی هستن یا رستورانایی هستن که میان اونجا ساندویچ و خوراکای دیگر رو میفروشن. اینم این میگه اینترنت get slow because at this time a lot of people using it. اینم آقا فرخ درست میگه، میگه دلیلی که اینجوری
اینجا میگن یعنی پاشو زمین میکشه. یک کسی که یواش یواش راه میاد، یادتونه تو ایران میگفتن چرا پاتو زمین میکشی؟ وقتی که اینجوری سلو میشه میگن دلیلش اینه که اینترنت سلو، برای که ساعتی هست که حالا همه بعد از لانچ آمدن میخوان کارهای امروز رو تموم کنن، تماس بگیرن. یه ساعتی هم هست که فکر کنم الان همه جای دنیا بیدارن. شاید ما باید بریم یکم شبا دیرتر که یه جای دنیا خواب باشه. در هر صورت نباید این مشکل باشه. از مسکو سلام و پیروزی. به به، آقای کاوه غریبی. آقا کاوه، یه نفر توی مسکو چلو کباب میفروخت توی کامیون، عکسش هم بود، نمیدونم هنوزم هست یا نه. یک کامیون ارتشی خریده بود و میرفت این ور ور چلو کباب میفروخت. و اما نوروز سلبریشن، جشن نوروز یا به خاطر نوروز، این برنامه بعد از 3 دهه فرزان دلجو آیلین ویگن در صحنه تئاتر با شرکت سحر اخوان و هنرمندی علی پورتاش، بالش 3 نفره، کمدی ترین و جنجالی ترین نمایش 20 سال اخیر، نمایشی از فرزان دلجو. من اگر باشم در شهر و اگر زنده باشم و اینها، این برنامه رو میرم و امیدوارم شما هم اونجا باشید. اونجا هم سالن خیلی خوب و راحتیه، چون از لحاظ پارکینگ این دوتا برنامه هیچ مشکلی نداره. بعضی وقتا برنامه‌ای که تو واشنگتنه من سعی میکنم زودتر برم، به 2-3 دلیل. یکی مشکل پارکینگ نداشته باشم، بعد یکی این که وقتی زودتر میری دوستان رو میبینی، سلام احوال پرسی میکنی و خوشو بش میکنی. کلن به نظر من تا این دوستان عزیزان هستن و میان، بریم ببینیم. دوستان همون جوری که میدونید ما از یه جای نسبتاً بزرگی به یک جای خیلی کوچولویی نقل مکان کردیم. و اونجا که بودیم، این تابلوهای آقای سالار احمدیانی که من سال 2001-2002 خریدم داشتیم به دیوارا و قشنگم بود و لذت میبردیم. اتفاقا دیروز که رفته بودم اونجا دیگه ترتمیز کنیم و تحویل بدیم و اینها، این تابلوها رو داشتم میپیچیدم لای پرده هایی که به اصطلاح خط نیفته رو قابش و اینها، یادم افتاد که یکی از این تابلوها، من بهتون نشون میدم این تابلو رو، در برنامه زنده‌ای 11000 دلار میخواستن بخرن و اون آقای سالار احمدیان نداد، یا اینکه اون میخواست بخره این میگو 11000 دلار، دقیقا یادم نیست. ولی الان من همه این تابلوها رو حاضرم به قیمت بسیار مناسب، اینجا میگن open for crazy offer، یعنی حتی اگه پیشنهادی که شما میکنی باید دیوونه باشم تا قبول کنم، ولی من حاضرم، چون جاشو ندارم. و این تابلوها تابلوهای بزرگی هست، یعنی واقعا قد هیکل آدم، قد بدن بزرگتر، بابا بدن من اینقدر، این تابلوها اینقدر. و 3 تاش رو من اینجا بهتون نشون میدم. و میدونید که توی آمریکا مثلا یه سکه طلا که میخوان بفروشن، برای که طرف بفهمه اندازش چقدره، یا یه خطکش میذارن بغلش، یا یه پولی که اون میشناسه، یه کوارتر میذارن، یه 10 سنتی میذارن که این بفهمه آقا این 10 سنتی، این اندازش یا این بزرگتره. من فکر کنم این عکسی که ما گرفتیم و مهمونی بوده و یکی از دوستانمون نشسته بوده زیر اون تابلو، اگه این عکس رو بتونم، صورت ایشون رو شاید نخواد ما مخفی کنیم، مخفی کنیم یعنی نشون بدم، اندازش هم معلوم میشه. حالا ببینیم این سایت این پوشه باز میشه یا نه. ولی اون چیزی که شما میگی آقا فرخ، با سیستم ما نباید اون مشکل باشه، یعنی اینترنتمون هم اگر سلو باشه، الان این فایل رو که میخواد باز کنه، من این فکر میکنم بر میگرده به اینا میگن کلادر، وقتی که یه چیزی گره میخوره به هم. یادتونه اگه مادر بزرگتون یا مادرتون بافتنی میبافت، بعضی وقتا این کرکی که چیز بود میافتاد این ورور گره میخورد، باید بازش میکردن. اینترنت دقیقا مثل اون
کرکی هست که شما هی میری این برنامه اون برنامه این گره میخوره. اگر ما هنوزم مثل قبل شبی یه بار کامپیوتر اون خاموش میکردیم یا حالا اقلا هفته یه بار خاموش کنیم این اشکال برطرف میشه. شما هم یادتون باشه همون جوری که خودمون دوش میگیریم هر روز، بعض وقتا دو بار میگیریم، بعض وقتا حتی اگه یادتون باشه مثل قدیما که هفته یه بار بخچه برمیداشتیم میرفتیم حمام، این هفته یک بار کامپیوترتون رو خاموش روشن کنید. یه دلیلی هم که من دارم حرف میزنم اینه که این اون وقت داره طول میکشه که باز بشه. باورتون میشه؟ من این عکسا رو بهتون نشون بدم و هنوز یه مقداری چیزای زیادی اینجا مونده برای فروش. این grandfather clock، ساعتایی که اینجا بهش floor clock هم میگن، ساعت زمین، یعنی نصب به دیوار نمیخواد بکنی، ولی توی بیشتر میگن ساعت بابا بزرگ. و اینا معمولا من اینو خریدم $1,300، حاضرم بدم $600. یه سری لوستر درسته یا لوستر من نمیدونم، در هر صورت چلچراغ هم میگن، اینا مال ایرانه، اینا رو هم باید بفروشیم چون جایی نداریم. گفتم هادی خورسندی گفت که ما دیوار نداریم ولی این همه تابلو داریم که نمیدونیم کجا وصل کنیم. این کامپیوتر ما دفنیتلی باید بعد از برنامه خاموش روشن بشه. و اجازه بدید که بله آمد نوبهار. این تابلوه دوستان که بهتون میگم، نگاه کنید این تابلو رو، یادم ما نشون دادیم اون موقع که در تلویزیون رنگارنگ بودم و آقای سالار احمدی هم اونجا بود. من فکر کنم ایشون میگفت $18,000، یه نفر حاضر بود بهش $11,000 بده. اجازه بدید اینه، بذارید بزرگتر درستش کنم براتون. Capture Select Area، من مثلا 3 تا از اینا رو دارم که به اصطلاح اسمش هست از قنچه تا گل، از جوانی تا چیز، بعدم اینا رو براتون میخونم. این 3 تا $18,000 $54,000. البته خب من $50,000 نخریدم، اصلا نداشتم همچین پولی. آقای احمدیان هم اون موقع پول لازم داشت، با ما یه معامله انجام داد که به اصطلاح قیمت کمتری حساب کرد و اینا. بذارید من ببینم این ستا رو میتونم بهتون نشون بدم توی یک عکس. بله اینجا اجازه بدین ببینیم، اصلا یه فیلم دارم، فیلم رو شاید بذارم اینجا نگاه کنید روی فیسبوک اگه کسی مایله. ما میتونیم حتی پست کنیم جای دیگه و اینایی هم که تو قابه میشه قابشو در بیاری، اینا رو اینجوری لوله میکنن و توی یک تیوب، توی یک تیوبای خاصی پست میکنه. و اینه، نه این دفنیتلی اشکال از سیستم ماست آقای سپهرار، مگر اینکه کامپیوتر باعث بشه که، یعنی اینترنت باعث بشه سیستم آدم هم سلو بشه. بله میگه لوست درسته، ت بی صداست، لوست یعنی اصلا تش هم نباید بخونه، ت رو نباید بخونه، خوانده نمیشه. ولی و در خواهر و برادر خواست، من نمیدونم چی میگه، چی نوشتیم، مانند، آهان مانند و در خواهر و در خواست که خونده نمیشه. نه این خیلی بیش از حد طول کشید. میگم شانس ما یه روزم که میخوام یه چی بفروشیم سیستممون رضایت نمیده. دیدید وقتی میخوام یه چیزی رو بفروشی خانمت دلش نمیاد، خودت دلش نمیاد، ای اینو پسرم وقتی دانشگاه بود خریدم، ای اینو دخترم وقتی ازدواج کرد خریدم. به اینجا بهش میگن sentimental value، یعنی یه چیزایی که نمیتونی با پول عوضش کنی، یه ارزش های خاص. sentimental value رو به فارسی چی بگیم خدایا؟ ولی اب نداره، اینا خوبه، این نشون میده که زبان ما پویا بوده و رفته گشته. اگه کسی جایی داره یا اگه کسی به اصطلاح امکانی داره که بتونه اینا رو بفروشه یا خودش بخره ما خوشحال میشیم. انقدر واضح شده این، حالا که فیلمه رو داره نشون میده نمیذاره من به شما نشون بدم. روزگار غریبیست. Painting by سالار احمدی، اسم سالار احمدیان رو که تایپ کنید میبینید که
این آقا هم برای یونسکو هم برای افراد خیلی معروف مثل بیژن، حتی فرح پهلوی و دیگران نقاشی و اینها انجام داده و کاراش هم خیلی معروفه، نمایشگاه های خیلی بزرگی گذاشته در دبی یا کشورهای دیگه و در کالیفرنیا، در تگزاس و الی آخر. بذار من ببینم این، آها این شروع شد. نگاه کنید الان اینجا مثلا شما میتونید به نسبت صندلی که صندلی بزرگی هم هست مقایسه کنید و این ستا هست که من براتون بعد میخونم که اینا چی هست. و بهتون گفتم اینا دونه 18,000 دلار، 54,000 دلار، ولی شما اصلا فکر 54,000 دلار نباش. هر آفری، هر پیشنهادی که بدی، ما الان جوری هست که میگیم خب اینا میمونه همینجوری خراب میشه، باید یه جا باشه ازش استفاده کنن. اگه نمایشگاهی دارید، مغازه‌ای دارید، خونه بزرگی دارید، اینا رو، مدرسه‌ای دارید، نمیدونم والا چی بگم، بذارید اونجا. در صورت داستان این سه تا تابلو خیلی جالبه. این من و شما رو نشون میده در جوانی، بعد این موقعی که حالا دیگه آدم به اصطلاح مانند گل شکوفا شده، و این یکی هم موقعی که دیگه رفتیم و هیچ چیزی ازمون باقی نیست بجز نقشی در خاطره ها. حالا من این رو به صورت فیلم میذارم حرکت کنه برای شما. البته اگر آقای اکس اسپلیت نشون بده تو enable virtual camera، بله آره این عکس بود که سر 11,000 و 18,000 دلارش صحبت بود، یا این یکی خیلی قشنگه، اینم تقریبا مربعه، از اونام بزرگتره. خب بذارید من برگردم به استدیوی جهانی خودمون و با شما ببینم قیمت و توضیحی که ایشون درباره اینها نوشته بود میتونم اینجا پیدا کنم بهتون نشون بدم که چی نوشته بود. بله، از قنچه تا گل، اون اولی بود، از جوانی تا عشق، از باروری تا جاودانگی. و اگه نگاه کنید اینجا، نگاه کنید سایه های نیاکان، اسم این نمایشگاهی که گذاشته بود ایشون سایه های نیاکان بود، و این لیست یا منیوی صورت تابلوها و قیمت ها بود، و این ستا رو اگه نگاه کنید اینجا 18,000 دلار، 18,000 دلار، 18,000 دلار، این ستاست. حالا من چند تای دیگه هم باز دارم که بهتون نشون دادم، یا اگه خواستید میتونم عکسای بهتری بگیرم و براتون بفرستم. دوستان عزیز، برنامه ما همینجا تمام میشه، و یا میخواین یه چند تا چی هم براتون بخونم که طرف نگید آقا اینقدر معرکه گرفت تو آفتابه هم نرفت. خب بذارید ببینیم که براتون چی بخونیم تا هم شما خوشحال باشی و هم ما خوشحال، هم شما راضی. ها یک مزرع مسئله هست. خب یک ایمیل یکی فرستاده، ببینم چیه. کپتال وان، وقتی یه جا 15 سال میمونی، بعد حالا که میخوای، اونایی که هر روز جابجا میشن دیدم خیلی وقتا به طرف میگه چرا آدرس مادرت رو گواهینامته، میگه برای که من از بس جابجا میشم آدرس مادرمو میدم، چون اونجا سر میزنم نامه چیزی باشه میاد. ما چون 15 سال تو آدرس قبلی بودیم، قبل از اونم 11 سال تو آدرس یه جای دیگه بودیم، یعنی نشون میده 100% شیرازی. وقتی رفتیم نشستیم، خوردیم کنگر، انداختیم لنگر، نشستیم گفتیم حالا یارم میاد، دلدارم میاد، تکون نخوردیم. بعد از 15 سال اصلا الان دیگه بلد نبودم وقتی جا به جا میشی چه کارهایی باید انجام بدی. باید به پستخونه خبر بدی، به بانک خبر بدی، به اداره آب خبر بدی، به اداره نون خبر بدی، به این خبر بدی، به اون خبر بدی، و فعلا دارم چپ و راست جریمه میشم. 25 دلار، 7 دلار، 38 دلار، البته خداییش باز هم وجدان و شرف انسانیت همین به قول آخوندا کافرا، وقتی بهشون تماس میگیرم میگم آقا خانم ما آدرسمون عوض شده و من رفتم رو اینترنت، یا زدم نیومده، یا اصلا یادم رفته، و اینجوریه نگاه میکنن میگن که شما چون همیشه حسابت پاک بوده باشه ما به شما اعتبار میدیم، کردیت میدیم. حالا اگر یه آخوند بود
یه ایرانی از خودمون بود خداییش قبول میکرد. تازگی ها رفتیم فروشگاه یه چیزی رو میخوای پس بدی، اگه طرف آمریکایی باشه هنوزم مثل قدیم میگه اوه چه چیزی باهاش رانگ بود، ببخشید که کار نکرد برای شما. حتی اگه بهش میگه هیچی رانگ نبود، هیچی غلط نبود، من یه اشکالی دارم، باز میگه ببخشید که این کار نکرد. امان از روزی که یه چاینیز باشه، یا حالا هندی مندی نمیدونم، چاینیز میخواد به شما ثابت کنه که شما دوز هستی و اینه که خریدی، اصلا با این هدف خریدی که بیاری بدی پس، برای که مغز خودش منتالیتی خودش اینجوری. حالا دیگه خیلی هم به چاینیزا بند نکن. این آقای سیاوش عربم امیدوارم وضعیتش بهتر شده باشه، وضعیت خوبی نداشت و قرار بود با ما صحبت کنه ولی نتونست حمایت جلب کنه یا جذب کنه از دوستان، و حتی قرار بود با آقای مصطفی زاده تماس بگیره، نمیدونم تماس گرفت نگرفت. مدت ها هست که از آقای مصطفی زاده بیخبرم، فقط گفتم بهتون یه نفر آمد و گفت که میخواد چیو بفروشه، اون وبسایت آقای مصطفی زاده رو. گفتم قربان این وبسایت که مال ایشون بود و ایشون هم بنده خدا نتونست هیچ وقت ازش استفاده کنه و اصلا ما اپوزیسیون نداریم که حالا اونا بخوان یه تلویزیونی برای اپوزیسیون تیوی درست کنه، و اون بنده خدا هم رفت دنبال کارش. اگر کسی از آقای مصطفی زاده، ضیاءالدین مصطفی زاده، ضیاء مصطفی زاده خبری داره، چون دیدم دوستان براشون میفرستن، بعد گاهی وقتی ایشون قبلا میگفت که دوستان اینو فرستادن، هم سلام ما رو برسونه هم بگه که از احوال خود ما را با خبر سازید. و اما حسن روحانی گفته در شرایط جنگ روانی و اقتصادی هستیم. یه جای دیگه اعتراض به کارنوال در بلژیک، نمایش یهودیان با بینی‌های بزرگ و صندوق‌های پرپول. همین امروز که من و شما صحبت می‌کنیم در همین مجلس که ما اون موقع 22 دقیقه فاصله داشتیم تا مجلس، نه 22 دقیقه بیشتر، تا کاخ سفید 22 دقیقه بود، 30 دقیقه تا مجلس فاصله داشتیم، حالا یه 10 دقیقه هم آمدیم نزدیکتر، در همین 20 دقیقگی ما نشستن و دو نفر از افراد جدیدی که نماینده مجلس شدن حقیقتا میخوان زبونشون رو ببرن، نه با تیغ و اینها، با قانون میخوان بگن شما بی خود کردی حرف کلیمی ها رو زدی، شما بی خود کردی ایراد گرفتی از یهودی ها. این احمدی نژاد هر دیوونه ای بود برای خودش بود، ولی بابا جون دو سه تا حرف حساب زد، گوه آقا چجوریه که ما میتونیم خدا رو ببریم زیر سوال ولی نمیتونیم هر چیزی که این یهودی ها گفتن ما باید قبول کنیم و زیر سوال نبریم؟ طرف میگه آقا 6 میلیون کلیمی کشته شده. میگن آقا مگه اون موقع کلیمی ها چند میلیون بودن که 6 میلیونش کشته شده؟ میگه آقا بگی بندازی زندان خفش. در آمریکا در مجلس الان نماینده ها دوتا از جدیداش اومدن میخوان بهشون بگن شما خیلی پاتو از گلیمت دراز کردی، اسمتو فعلا میذاریم سمت چپ جای آدمای چی میگو شاگردای بد اخلاق. و اما اعتراض کارنوال، کارنوال داره حقیقت رو نشون میده، کلیمیا نوع لباس پوشیدنشون، نوع صورتشون و پولدار بودنشون و پول ذخیره کردنشون، خرج نکردنشون، پول نسیه دادن به قرض دادن به این و اون، سود گرفتنشون رو خواسته زیر سوال ببره، کارنوال رو تعطیل کرده. و اما فرانسه و ایران سفرای جدید خود را راهی تهران و پاریس میکنن. اول که اینو خوندم فکر کردم یعنی فرا میخوانند از اون کشورها، ولی مثل که سفیر جدید میفرستن. حالا برای من و شما سفیر جدید با سفیر قدیم چه فرقی میکنه؟ پایان سلطنت رنال بر فوتبال اروپا. این فوتبال رو اینا هم اصلا نه دنبال میکنن نه خوشم میاد. و اما یه عکسی رو من فرستادم برای این دوستمون که در خلیج فارس هست، گفته بود جلوه بی نظیر یک ساحل ایرانی که عمر چندانی ندارد. من اول فکر کردم این ساحل تازه
پیدا شده، مثلا میگن جوونه، عمر نداره. چون میدونی یه جای دنیا آب زیاد میشه، یه جای آب که کم میشه جزیره درست میشه، ساحل درست میشه اینا. خلاصه گویا میگن این جلوه بی‌نظیر مثل ایام بهار طرفای کازرون، دیدید این گلای نرگس میاد دو هفته طول نمیکشه میره. میگه از اون لحاظ اینا عمر چندانی ندارن. حالا عکسشو بعد بهتون نشون میدم، ولی نوشته این دوستمون جالبه، نوشته که کاکو سلام، آفریدگار عجب آفریدگار عجائب آفریده، از سنگ ساحل دریا سبزی خود به خود میروید، رنگش سبز است، کم کم تیره میشود، ماهیگیران آن را جمع میکنند، با خود به قایق و کشتی ماهیگیری میبرند، درون تله میگذارند یا صندوقی و با بستنش به تناب به کف دریا میفرستند، پس از چند روز بازگشته و این صندوق را بیرون میکشند، بستگی به شانسش در این ماهی هامور مییابد. اگر دیر کنند ماهی های بزرگ درون قفس یا درون صندوق ماهی های کوچک را میخورند. این منظر آغاز رشد سبزی های نو بر سنگ های ساحل است. عجیب این که این سنگ ها مانند دشت در فصل بهار و زمستان که هوا گرم نیست بران سبزی میروید بدون اینکه کسی اینها را بکارد. در اصطلاح ماهیگیری و مردم ساحل یکایک که این چیزها نام مخصوص به خود دارد. اگر این سنگ ها در ساحل استرق و یا دریاچه و یا حوضچه مورد استفاده قرار گیرد، پس از مدتی تماس با آب از آن سبزه می روید. بعد ایشون عکسی هم از اون آبنما مال خونه شون فرستاده، خیلی قشنگ. بهش گفتم که آقا ما یه همچین چیزی دوست داریم اینجا داشته باشیم، ولی تو ویرجینیا کلن 3-4 ماه هوا خوبه، باقیش یه سری سرده یه سری گرمه. یه سری از سرما شما نمیتونی بری بیرون، احتمالاً ماهی و آب و اینا هم یخ میزنه. یه سری هم از گرما شما نمیتونی بیرون بشینی لذت ببری. برای این 3-4 ماه هم مثل ایران یادتونه تو حیات خلوتا چیز درست میکردن، حوضی و فواره و طرف میشست اونجا قلیون هم میکشید. من هنوز منتظر این صفحه هستم که باز بشه. باورتون میشه دوستان؟ من فکر میکنم امروز چون من رو صفحه گویا زیاد بودم، این گویا با تبلیغاش و اینها سیستم ما رو اصلا سلو کرده. شما امتحان کنید، اگر چنین چیزی بود به من بگید. من دیدم، شاهد بودم که یه صفحه‌ای رو که میریم بعد که برمیگردیم خیلی مشکل داریم. حالا این گویا نمیتونم بگم واقعا تقصیر خودشونه اون چیزی که بعد نگاه کنید اینه، این عکس ها رو نگاه کنید چقدر قشنگ و زیباست. البته این چیزایی که اینجا میبینیم همینجا هم هست، مثل جلبک رو سنگ ها. میگه همه ساله از ابتدای اسفند سبزهای بهاری کنار ساحل پارسیان استان هرمزگان خودنمایی میکنند و گردشگران با پدیدهی بسیار زیبا روبرو میشوند. ببینید بازم عکس هست، بله ببینید انگار اصلا اینا رنگ سبز دادن. این سبزه ها با بالا و پایین آمدن آب دریا ساعتها زیر آب میمانند و ساعتها خودنمایی میکنند. سبزه های ساحلی تا پایان فروردین بر سواحل صخره های جنوب باقی میمانند و پس از آن به مرور از بین میروند. اینم ببینیم باز هست عکس، بله اینم باز عکس از اونجا. دوستان عزیز متاسفم که بگم، آقای سیاوش عرب میگه آقای سوربی اوضاع من روز به روز بدتر میشود بدون هیچ افقی و من تحت نظر اینها زندگی میکنم. من یه روز به ایشون گفتم آقا اینا هرچی میگن شما بگو درست میگی تا بذارن بیای بیرون. نمیدونم کجا هست این بنده خدا، اسیر شده نمیذارن. حالا اگه یه روزی دوست داشتی یه فیلمی بسازی
رو فیسبوک بذاری ما هم برات پخش میکنیم، یکی دو سه دقیقه باشه، طولانی نباشه، شرایط تو بگی، شاید یه کسی بتونه کمکت کنه، یه سازمانی بتونه کمکت کنه. جای تأسفه که این همه، یعنی ما از هر دو نفر ایرانی که داریم 6 تا سازمان داریم، چون هر یکیشون 3 تا سازمان درست کردن، همه میخوان برانداز باشن، ولی یک سازمان نداریم که ایرانیانو در دنیا کمک کنه. اگه یه کسی مثل آقای سیاوش عرب مشکلی داره، آقای عرب همینجا بنویس مشکل چیه به فارسی، شاید دیگران بتونن با تماس به شما کمک کنن. در صد ممنون و متشکرم از شما دوستانی که با ما بودید، و اینم که وایستادم دلیل اینی که هنوز نوام نیومده، اگه نوام بیاد شما دیگه رفتنی هستی. بله، نو که اومد به بازار کهنه میشه دلازار. البته نمیخوام بگم دیو چو بیرون رود فرشته در آید، این ضرب المثل های ما همه ضد و نقیض، بعضی هاش اصلا خیلی خیلی مخالف حقیقت، ولی ما ازش استفاده میکنیم. خود منم با وجود که میگم نه شعر دوست دارم، نباید از ضرب المثل استفاده کنیم، ولی روزی نیست که استفاده نکنیم. تابلوهای سالار احمدیان رو گفتم، برنامه آقای مینویی که آقای فرزاد نیساری هم قرار دوشنبه با ما باشن گفتم، روح الله زم با پررویی که فقط مخصوص آقازاده های حکومت آخوندیست گفتم براتون، ولی متاسفم که هنوز بعضی ها پای منبر اینا میشینن و منبرها اینا رو داغ نگه میدارن و اینا به این وسیله میتونن پول بگیرن. خداییش بهتون بگم، من اگه جای آخوندا بودم بعد از اینکه اون بابای این به این میگه اگه آمدی ایران این کاره میشیم و اون کاره میشیم و این میگه من میشم رئیس فلان، باباها رو میگرفتم. حالا چوب کجاش میکردیم دیگه بعدن به انصافمون بستگی داشت، یا پپسیکولا بهش میدادیم یا نوشابه کانادا و اینا، چون بابا اینم دیگه میدونی، حالا درست برادر جای برادر نمیگیرن، پدر جای پسر نمیگیرن، ولی دیگه اینجوری اینا با پولی که از مردم از خمس و زکات در آوردن، حرومزاده هایی را مثل روح الله زم تولید کردن و فرستادن خارج، و حالا هم نشستن هر روز با هم تماس میگیرن بر علیه دولتی که خودشون جز بشن توطئه میکنن. آقا خانم شما تو همین آمریکا یه تلفن بزن به من بگو سولبی من تصمیم گرفتم برم حکومت رو بندازم، ببین اگه 2 دقیقه بعد دم خونت پلیس نیومد. آخه زور میگیم ما، ولی اب نداره، ایرانی هستیم میتونیم به همه زور بگیم. با زور بزرگ شدیم، باید این زور رو به یک کسی منتقل کنیم و الا منفجر میشیم، یا منتقل یا منفجر. خب میگه که نمیخوان کمک کنن، پول دارن، همت دارن، اما فقط واسه پول دادن، واسه کروز و سفر هوایی. حالا تنازی تو هیچی نگی، یا تو هیچی نگی که خودتم جزو اینا هستی، منم جزو اینا هستم. نه خدایش، من اگر یه جایی دستم برسه و کمک کنم کمک میکنم. ببخشید ببخشید، حتی دیگه حالا نمیگم، ولیش خواستم بگم که یه کسی چی گفت ولی نمیگم. خب دوستان عزیز، از این که با ما بودید از شما تشکر میکنم. برنامه ها رو از امروز تا 2 روز دیگه که برنامه جمعه با آقای لادن هستیم تکرار میشه، هر روز در یوتیوب قرار میگیره، در فیسبوک هست، شما میتونید تماس بگیرید، شما میتونید نظر بدید و میبینید همینجور که ما از اول برنامه تا حالا نوشتیم، شما میتونید برنامه داشته باشید در تلویزیون مردم و شما میتونید تماشا کنید، نظر بدید و مهمان برنامه های ما باشید. روز و روزگار بر شما خوش، به امید فردایی بهتر و آیندهی روشن‌تر. تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. اگه حمایت نکردین حمایت کنید. زنگ زدن باید برم. خدا نگهدار.